بینندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز جمعه ششم ماه نوامبر سال 2015 میلادی و برابر با 15 آبان ماه 1394 با هم هستیم، اوقات بهتری داشته باشیم. قبل از برنامه ما جمعه ها معمولا برنامه کانون آوا با دوستان به صورت زنده مصاحبه میکنیم. این هفته به خاطر این اصطلاح مشکلی که پیدا شد در لیبرتی و این بنده خداها رو اونجا بدون اسلحه و مظلوم، واقعا حالا هر کاری کردن در گذشتهشون، اونا رو ما اینجا قاضی نیستیم که قضاوت کنیم، ولی اینها اینجوری مظلوم کشته میشن. شما یه کسی رو نگه دارید جایی که بسته باشه، هیچ وسیله ای نداشته، شما از بیرون بیای بهش شلیک کنی، سنگ بزنی. و یک ویدیوی بسیار جالبی رو پخش کردیم، خود من چنان غرق گوش دادن به این مصاحبه بودم، ویدیو به صورت صدا بود، فقط آدیو بود در حقیقت، و این رو حتما در بازپخشش ببینید. کانون آوا حتی لینک گذاشته روش، اونجا ببینید. و این رو تا هفته آینده ما هر روز پخش میکنیم و ببینید اونهایی که به قول خودشون آقای وفا یغمایی، اسماعیل وفا یغمایی، میگه که ایشون مداح رجوی بوده، میگه من خواب که میدیدم پدر رجوی رو توی به اصطلاح پدرم میدیدم و اینها، حالا اینجوری صحبت میکنه. خیلی قشنگ صحبت کردن. به این دوتا دوستی که این برنامه رو درست کردن تبریک میگم و شما هم حتما در بازپخش ببینید و روی کانون آوا هم هست. و ما امروز جمعه 15 آبان، گفتم بالاخره این تولد شاه، تولد بچه شاه، تولد شاه قدیم کوروش، نمیدونم 13 آبان تولد مرگ بر آمریکا، اینا همه گذشت، ما راحت بتونیم برنامه اجرا کنیم. امروز یه جایی دیدم یه نفر نوشته که زنده باد نیما یوشیج. گفتم بابا به آدم مرده که نمیگن زنده باد، این زنده باد، مرده باد، جاوید، اینا رو ما یه کمی دست پاونو جمع کنیم، یکم با واقعیت. مثلا شما اگه بگی درود بر روانش، یا پاینده باد این صحبتی که کرده، یا راه و روشش، ولی زنده باد مرده ای که مرده، چی زنده باد؟ تازه الان اینا همشون قربونشون برم دانشمند و در رشته ادبیات کلی ادعا دارن. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با یک دوستی مصاحبه میکنیم که من حقیقتا فکر میکردم از مخالفم بالاتر دشمنه، ولی بعدا که باهاش صحبت کردم دیدم نه بابا، این بنده خدا هم خودش دل خونی داره. اجازه بدید من این دکمه جلیزغه رو ببندم. این کلمه جلیزغه از کجا آمده؟ در صورت یکم اینجا هوا داره سرد میشه، ولی هنوز برای ماه نوامبر خیلی به اصطلاح گرمه، چون توی ما دیگه از اول آخرای ماه اکتبر به نوامبر که میریم هوا معمولا سرد میشه. امروز ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد از ایران با شما خواهند بود. میخواستم بگم از شما با ایران خواهند بود، از ایران با شما خواهند بود. ویدیوهاشون رو میتونید روی فیسبوک خودشون هم ببینید، روی یوتیوب هم اگر تایپ کنید حسن، یکم از این زدن ما دست برداریم، حسن ارشاد میتونید ببینید. و دیروز که 5 نوامبر بود در انگلستان، در لندن، یک تظاهراتی بود به نام تظاهرات 1,000,000 ماسک. وقتی اینا میگن 1,000,000، معنیش این نیست که 1,000,000 آمدن، امیدشون اینه که 1,000,000 بیان، ولی اینجا پلیس گفته بود چندین هزار نفر آمدند و گویا به خشونت هم کشیده شده، ماشین‌های آتیش زده شده و اینها. و یکی از افرادی که داخل اون دیدم که حالا قرار بود اینها با ماسک باشن، اون آقای هنرپیشه‌ای هست که این کمدین بود، مواد مخدر رو نمیدونم هر کوفتی که بگید به خودش تزریق میکرد، ازدواج کرد با یک نمیدونم یا خواننده بود یا هنرپیشه آمریکایی، بعد جدا شد. حالا گویا از خانمش که جدا شده تازه رفته دنبال کارهای سیاسی و اینها، دوزاریش افتاده که بابا همه مردم مثل ایشون وضعشون خوب نیست، سالی چندین میلیون پوند و دلار بسازن و یه مقداری مردمی شده. این صورتک یا ماسکی که به چهره می زدن، اون قیافه معروفی هست که یک شوالیه، نه یک رزمنده، فکر کنم مال قرن 15 باشه در انگلستان و اسپانیا، یه نفر بوده که به اصطلاح میخواد دولت رو
پایین بکشه و اینها. اسم اون گایدیو فاویک هست، ولی فکر کنم توی این شورت که می‌نویسم به صورت خلاصه می‌نویسم گای فاوکه یا فاویک هم چیزی. در صورت اون عکسش رو می‌بینید، بذارید من ببینم این چرا اینجا اینجوری شده و به این صورت می‌نویسه. شما هم می‌توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، همین یکی که ممکنه به اصطلاح یک کمکی باشه و یک کسی بیاد برنامه بگیره، این رو برای ما به زبان ایلین، اینهایی که موجودات فضایی می‌نویسه. بذارید حالا من بنویسم درست شد ویدیوی 8. بله، شما هم می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. همیشه گفتم از خدمات از تلویزیون مردم دیدن کنید، از خدمات ما استفاده کنید تا با هزاران هزار بیننده و شنونده در سر تا سر جهان در تماس باشید. فقط هزینه کمی بابت این اینترنت و ویدیو استریمینگ میدین که اصلا یه چیز خیلی ناچیزی هست که ما بعض وقتا خودمون خجالت میکشیم به مردم بگیم. این هم از این. و اما خب بیایم تظاهرات 1 میلیونی رو بعد در فیسبوک بهتون نشون میدم، اونایی هم که رو فیسبوک هستید. دوستان من خیلی وقتا میبینم که نظر میدین، مینویسین، سوال میکنید، بعد که من اسمتون رو میزنم میبینم جزو دوستان ما نیستی. خب یا از طریق شخصی اون دوستی و اینا نترسید، والا هیچ که نمیکشتتون، یا از طریق تلویزیون مردم هم اون تو فیسبوک مردم تیوی لایک فالو هرچی که اسمشه بزنید با هم باشید. این هم از این. در هر صورت چهارشنبه من برنامه ای رو که درباره آقای فخرآور و دروغگویاش بود اینجا عنوان کردم، خیلی از دوستان برای من پیام فرستادن که آقا این خیلی برنامه خوبی بوده. خب دوستان اینجوری فایده نداره پیام، من الان میگم چیزها رو شخص. خیلی جالبه، ما ایرانی ها واقعا کارمون جالبه، چیزهایی که در رابطه با برنامه است برای من مسیج شخصی میفرستن که من اگه بخوام باید کپی کنم با اسمشون که اونام نمیدونم میخوان یا نه بذارم روی فیسبوک. چیزهایی که شخصیه میان روی فیسبوک به صورت عمومی میپرسن، مثلا میپرسن آقا اگه بخوام برنامه فلان بذارم ساعت چند بدم. خب بابا جون اونم باید مسیج خصوصی، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. متاسفانه ما نمیدونیم اینا رو و باید یاد بگیریم. هیچ اشکالی نداره هر روز آدم یاد بگیره. و اما آقای غلام ترشیزی درباره اون چیزایی که من درباره ایشون گفته بودم بهتون گفتم آدم معتدل و آدم خوبیه. این کلمه آدم خوب بودن خیلی چیزها رو کاور میکنه. یکی میگه این آدم مؤمنه، یکی میگه آدم مذهبی، یکی میگه آدم درستکاریه. آدم خوب بودن من فکر کنم همه این چیزها رو در بر داره. آقای غلام ترشیزی آدم خوبی است. من سالهای سال هست که ایشون رو میشناسم، ولی چند بار با هم صحبت کردیم و یک بار یا دو بارم تو برنامه های من بودن و ایشون نوشته که آقا من این چیزایی که گفتم درباره فخرآور از روی مستند استناد کردم به کتاب خودش و از روی یه سری مدارکی هم که از توی دانشگاه تگزاس و اینها بوده. اولا من یادم سالها پیش سال 1982 فکر کنم میشد 1360 داداش ما از آمریکا برگشت ایران، داداشی که از من بزرگتره. وقتی میای ایران شما اون لیسانس، فوق لیسانس، مدرکی که داری، همه کارا هم که قربونش برم باید تو تهران انجام بدی، باید ببری وزارت آموزش عالی و اونجا اونها یه چیزی بود نمیدونم فکر کنم بهش میگفتن ارزشیابی، اونها باید ارزشیابی کنن، یه کاغذی بزنن روش و اینها که بله این مثلا اگر توی آمریکا 140 واحد گرفته این برابر با 140 واحد ایرانه، شاید هم بیشتر. یادمه ما تا نشسته بودیم نوبتمون بشه خیلی ها میمدن میرفتن داخل. خب اونجا هم از بس شلوغ بود و اینها گرم بود دیگه، دره باز بود، خانمه بهشون میگفت که نه آقا این مال دامینیکن ریپابلیکن، ما مدرک رو قبول نداریم. غلام جون گوش کن، بعضی ایالت های آمریکا میگفت نمیدونم این مال بلوفیلد ما قبول نداریم، UDC که خود بچه‌هایی که میرن درس میخونن مسخره میکنن میگن این یونیورسیتی آف دام چیلدرن، UDC یونیورسیتی آف DC باید باشه، ولی اینا میگفتن یونیورسیتی آف دام چیلدرن، یعنی دانشگاه بچه‌های احمق. خیلیا
برای که اینجا بتونن بمونن، رانندگی تاکسی کنن، کار کنن، موکت بزنن. اینها میرفتن دو سه ماهی یه بار پول میدادن، این کردیت چند تا کردیت مینیمومی که لازم بود میگرفتن، اونا بهشون ویزای دانشجویی میدادن، اینا میرفتن دوباره کار میکردن. باور کن بعضی هاشون اگر میگفتی بریم مدرسه تو ببینیم، یکی دو تا کوچه اشتباهی میرن. در صورت غلام عزیز، آقای ترشی نازنی، من این چیزایی که شما میگی میدونم، به عادل بودن شما اصلا شکی ندارم، به این که کانون یه جای خوبی بوده که تونسته 32 سال دوام بیاره اصلا شکی ندارم. ولی من از شما میپرسم، همین کانون نیست که اون آقای دکتر، الان نمیخوام اسمش عوضی بگم، اون زنگ زد به آقای فضائل عزیزان و تهدید کرد که این وکیل و دروغ گفت و اینا، آیا تو کانون آدمای نادرست نیستن؟ شما حاضر هستی اونایی که نادرستن بیای جلو تلویزیون بگی که اینها نادرستن، اینا میان اونجا که از این به اصطلاح کانون بتونن استفاده کنن، یکیش بتونه نمیدونم بیزینس رو داشته باشه، یکیش بتونه نمیدونم حالا هر بیزینسی را بندازه و دیگه. حالا بیشتر از این اجازه بده ما جمعه است دهنمون رو باز نکنیم. در اصل ممنونم غلام ترشیزی، کامنتاشو روی چیز گذاشته روی فیسبوک، اونجایی که ما نوشتیم این امیر عباس فخرآور پسرکی گستاخ یا بچه پررو. میدونید که تو ایران به کیا میگفتن بچه پررو؟ وقتی نمیخواستن جلو دیگران بگن بچه فلان، میگفتن بچه پررو. در صورت بعد گفته بودم که امیر عباس فخرآور استاد دانشگاه و محقق یا شارلاتان و کلاهبردار، اونم بتونید اونجا ببینید. و ممنونم از آقای غلام ترشیزی و دیگران که در این باره نظر دارد. اگر برنامه های من رو دنبال میکنید و پی میگیرید، متاسفانه ما اینجا چون امکانات نداریم، خودم هم وقت ندارم که مثلا برم بیارم، که اون روزی که تلگرام گفته بود که آهان این آخوندا ما رو بلاک کردن، این آخوندا به ما گفتن که بیاین جاسوسی کنین، اینها ما قبول نکردیم، بهتون گفتم همین پدر سوخته پس فردا اگه یه بیزینسی از همین آخوندا بهش بدن خفه میشه. دیروز تلگرام گفت دروغ گفتیم، غلط کردن، گوه خوردن، حالا باید بهشون دوستان شک کنیم. بهتون گفتم نوکیا و نمیدونم شرکت های دیگه موقعی که اون تظاهرات سال 88 بود، اینا همه چیزای مردم رو میدادن به دولت، دولت میدونست که جو، یعنی دیگه حالا چون آقای قائم مقامی بازنشست شده گزارش نمیتونه بده رو رادیو که بله بله دوستان عزیز، سه تا موتورسیکلت الان میدون سوم نمیدونم چی بود، میدون پارس هستن بغل همون کبابیه، کباباش خوبه، بله بله چیه، موتورسیکلت قرمز سواری، بله دوستان بپیوندید به اینا، پاسدارا میرفتن میگرفتن پدرشون در میآوردن. حالا این کار رو تلفن و اینا انجام بده، طرف به دوستش زنگ میزنه آقا ما قرار 20 نفر اونجا جمع بشیم، زودتر از اونا پاسدارا و اینایی که لباسای دیدی پشت گردنشون هم اینجوری اونجوری اینها اونجا میرن. و این تلگرام حالا گفته که نه ما اشتباه کردیم. آخه یکی به این بگه پدر سوخته، تو اگه تو کار های تک هستی و اشتباه میکنی به این سادگی، خب مردم با چه اطمینانی بیان تمام خصوصیات زندگیشون رو بریزن تو این پروگرام احمق؟ نکنید دوستان همین 4 تا 5 تا برنامه که داریم بس، والا مای اسپیس بود شد نمیدونم فیسبوک، توییتر، اون یکی چیه اینستاگرام، میخوایم چه کار؟ بعدم چه فرقی میکنه که حالا 2000 تا تو این دوستن، همین 2000 تا تو اونم ما بهشون میگیم بیان اونجا، بعد گول خودمون بزنیم بگیم 4000 تا داریم. نه بابا، 2000 تا دوستی هستن که اگه شما به یکیش امروز بگی من 5 دلار لازم دارم، هیچ کدومش جوابت رو نمیده. یک خانمی سیمین دبیری یک ویدیویی رو درست کرده به نام یه رادیویی گذاشته اونجا که کارش زحمت میکشن ولی کار پرفشنال نیست، صدای موزیک آدم رو دیوونه میکنه، کر میکنه، بعد یه دفعه یعنی شما هبا وایسی خب بدم نیست، اینجوری مطمئن میشه که ما خوابمون نبرده. البته صحبت آدم وقتی میکنه اگه صحبتش خوب باشه دیگه باید مطمئن باشه که بیننده و شنوندهش بیداره. بعد ایشون نوشته بود که دوستان که روی فیسبوک من هستید 2000 نفر، خب اینجا بنویسید نظر بدین. اینها یه نفر نوشته بود قول میدم 1900 تاشون اصلا نمیخونن و کاری ندارن و فلان و اینها و الی آخر. خیلی به این دوستان روی فیسبوک، خیلی به این دوستان روی ایمیل لیست اینها تکیه نکنید. گفت
دنیا پلیس رهگذر راه آخرت، اهل تمیز خانه نسازند، یا اهل تمیز خانه نسازید بر پلی. اینا مثل یه پلی هستن، ازشون رد بشید برید اون بر، ولی وای نسید رو اون پل، فکر کنید اینا حالا تا مادام العمر هستن. اینم از این ماجرا. و اما آقای اوباما و نتانیاهو که نمیشه بهش بگویم آقا، دوشنبه این موجود دوشنبه در واشنگتن دیدار میکنن، ببینیم حالا دیگه میخوان کجای دنیا رو به خاک و خون بکشن. امروز ساعت 3 بعد از ظهر گفتم بهتون یه مهمانی دارم که سوالات زیادی ازشون دارم، چجوری شما آمدید با شور و ذوق گفتید که میخواین دانشگاه باز کنید، آیا تونستید یه مدرسه حتی اکابر برای اونایی که سنشون بالاست باز کنید، زبان یاد بدید، چیزای فارسی رو اینجا نشر کنید، و چرا اینجوری هستین؟ در صورت ماجرای کشتار لیبرتی و نظریات گوناگون و پیام بسیار مسخره آقای رجوی که همینجوری به رزمگاهتون ادامه بدید، این چه رزمگاهیه؟ این سلاخونه و قصابخونه، قصابخونه نه، سلاخونه هم میگن دیگه، درست کردی که حالا یا آخوندا یا جیشل نمیدونم مختار یا جیشای دیگه‌ای که در زمان صدام رفتین زدینشون، سیگار کشیدید، سیگار برگ کشیدید همراه صدام، خدا میدونه تو سیگاراتون چی بود. حالا اونها پول میگیرن، کمک میگیرن از آخوندام خیلی قشنگ جنگای پراکسی دارن انجام میدن، یه سری تو سوریه داره انجام میده، یه سری توی عراق داره انجام میده و خودشون نیستن. همه هم میگن که به به چقدر خوبه، نگاه کن تمام آسیا تمام میدل ایست جنگ و ناآرامیه، ولی ایران خیلی هم خوبه، ثبات داره و فلان اینها، در صورت که همون چیزای جنگو دارن اونجا خرج میکنن. و اما بذارید ببینم که خرداد نیوز چی گفته که من این خبر رو اینجا برای شما گذاشتم. آها، اتفاقی بی سابقه، دختر ایرانی بر روی جلد تایمز، اجازه بدید من صدا رو کم کنم البته ببینم کیه، بعض وقتا این دوستان قرار زنگ بزنن. دوست عزیزی که از 949 زنگ میزنید میخوای حالا جواب بدین، بفرمایید. سوربی هستم. سلام عزیزم. شناختید؟ همشهری خودمون. یه مدت نگران شده بودم، گفتم کجا رفتی شما؟ لات دارید شما رو ایر هستی؟ بله بله بله، رو ایر هستم، برنامه زنده. اگه دوست داری صحبت. من شما رو نمیبینم، ولی خب شما من نمیبینید. در این حال داریم نزدیک میشیم به 11-11-15. آها، این 11-11. بله 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 بله، حدود شما میدونی چند سال 11-11 خواستی برنامه شروع کنی شروع کنی و نکردی؟ آره، حالا همینه، به قولن من میامی هستم، فلوریدا هستم. بله بله، یادم از اونجا برای من عکس فرستادی یه دفعه که ولی چی عرض کنم، من خودی خودم چیز بودم، از شما نگران شدم چون گفتم اون ویدیو رو ببینید و به هم بگید، ولی خب شما به دیگرون ایمیل کردی تمام مسئله که هنوزم شاید نمیخوام زیاد چیزش کنم. آها آها، خب ببین شما وقتی به من میگی باید میگفتی فقط خودت، من یه دوستایی دارم که اونا دوستای مورد اطمینان من، اینجوری مثل شورا ازشون نظر میخوام. من از این بابت ازت عذر میخوام، فهمیدم یکم دلخور شدی. من برام یه خودت سو تفاهم بله شد که شما امانتدارانه رفتار نکردید، ولی خب میبینم که هیچ کسی کامل نیست، من نه شما. من که ناکامل ترینشم. ببین همشهری، من هر وقت دوستان میگن این شیرازی ها همشون خوبن، همشون مهمون نوازن، میگم من استثناء هستم، من بدترینشم. نه حالا من یه اقوامی داریم، گفتم که آقای فلان شیرازی هم استثناء، شیرازی خوبه. گفت شیرازی بد نداریم. آها، گفت شیرازی بد نداریم. حتی خب نه، همیچی استثناء داره و ما دقیقا در حال من این 3-4 سال دیسیبل شدم، گردنم و دیسیبلیتی میگیرم. یادمه کارت سنگین بود، کارت شبا و اینا استاکی و چیزا بود. بله. حالا اگه میخوای چیزی بگی در رابطه برنامه و اینها بگو، اگه نه بعدن برام پیام بذار تو باز شد. من میخواستم فقط همینی که الان با وجود که میدونستم که رو ایل ممکنه باشید نباشید تلفنتون، ولی دو سه تلفن که زیر برنامه‌تون دیدم شما رو نمیبینم چون کامپیوتر و اینام خرابه. اوکی. ولی که حد زدم که برنامه دارید با توافق با تایم نیویورک که میامه، فقط خواستم هم تشکر کنم و به قولن دیدیم شما فقط مشکل گشای ما هستید.
امیدوارم که اینجوری باشه و به زودی شما رو داشته باشیم. لطف دارید. نه من باهاتون چیز میکنم، هماهنگ میکنم که کامپیوتر و اسکایپ هم راه بندازم و با هم همکاری کنیم. و اینکه یه قفلی میخواستم بذارم روی همون یوتیوب که هر کسی هنوز هیچکی نیده زیاد، ولی هر کسی $100 داشت بعدا بتونه ببینه. نه اونو نمیتونی، اونو یوتیوب میگه باید نمیدونم 1000 نفر یا 10,000 نفر اول عضو بشن، بعدا شما میتونی یوتیوب رو پولی کنی. ولی میتونی قفل بذاری، قفل بذاری و فقط برای کسایی بفرستی که به اصطلاح پول داده باشن. یعنی اتوماتیک نمیتونی. برات توضیح میدم بعدا، شاید توی برنامه توضیح. شما در نظر میدونم. ممنون از وقتتون و اینکه مستقیم جواب دادید. این خودش نشونه به هر حال صداقت و اعتماد به نفستونه. ممنون از لطفتون. ما برنامه‌ای داریم که هم کار شما رو ان شاءالله توسعه بدیم از اون حرفات، هم خودمون هم به حسابتون از اون زاویه که می‌خوایم بتونیم بریم پیش. خوشحال میشم. مرسی ازت. مرسی. مواظب خودت باش. بعدن کامپیوترم درست شد با این موبایلم نمیتونم ببینم برنامه، ولی خب من درستش میکنم. من بهت میگم چجوری ببینی. درست شما در شما درست ممنون. تموم شد چون اون موقع درسم میخوندی. یادمه درسم میخوندی. همین دیسابیلیتی همه چی رو استاپ کرد. یعنی من کالج میرفتم ویدیو نمیدونم. خب میدونی چرا شما خیلی فشار رو خودت می آوردی. من میدونم. بله. به خاطر تعمیر زندگی بوده. بله بله. مشخص شده که بی توجهی کردن که من دیسابیل شدم. آخی. یعنی چیز نبود که سر 3 ماه منو واداشتن به کار در حالی که دکتر گفته بود باید از روی لیمیتیشن ها باشه و همین است که پروندهمون پیش کش پیدا کرده. هنوزم لین روی پروندهم هست و بسطل نکرد. حالا امیدوارم همه چی به نفع تموم بشه. مرسی عزیزم. انشالله. خواهش میکنم. موفق باشی. خدا نگهدار. از اون تماس میگیرم که باش باش. به حساب حالا یا روی یا که اگر توضیحات بیشتری و مفصلتری بخواد این مسئله نیست و فقط خواستم بگم که دوستانی در خدمتتون هست. خیلی ممنون. مرسی عزیزم. خوشحال شدم. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا. خدا نگهدار. خب دوستان، این یکی از دوستان قدیمی ما هست که همین از یازده شروع کرده بود ما رو میدید و اینها و یادمه خیلی شدید کار میکرد، هم درس میخوند هم شبا میرفت کار میکرد، بعد خیلی سخت کار میکرد. اون خانوادهش مادرش اینا هم بودن و باید به اصطلاح یادم با دوچرخه هم میرفت سر کار رو میمد. در صورت دوستان اینجوری هم بعضی وقتا یک خطای کوچیکی که از ما سر میزنه دل نازک هستن، دلخور میشن. من وقتی یه نفر یه ویدیوی برام میفرسته میگه نظرت چیه، این رو برای علی، برای سعید، برای بابک، برای بهروز میفرستم، میگم نظر شما چیه. بعد مثلا برای 6 نفر که فرستادم میگم آقا یکیش جواب نداد، 3 نفر گفتن خوبه، 2 نفر گفتن آقا ایچی چیه، نظر منم اینه. نظر منم دو نظر دارم، یکی به عنوان بیننده نظر میدم، یکی هم از لحاظ تکنیک، از لحاظ این کار نظر میدم. ایشون یکم ناراحت شده بود از اون کاری که من کردم و شاید من باید بیشتر مواظب باشم. وقتی یه نفر میگه که نظرت چیه، دوباره ازش پرسم که من اجازه دارم اینو برای دیگران هم بفرستم یا نه. در اصل خوشحالم که این دوستمون زنگ زد. خیلی متاسفم که الان اون مسئله دیسابیلیتی و اینها، ولی بازم خوشحالیم که زود فهمیده که دیگه یه جوری نشه که خدای نکرده فلج بشه. اگه یه وقتی فرصت کردیم با هم صحبت میکنیم، چون خود من سالها گردنم رو نمیتونستم تکون بدم و اگر دکتر بنروحی، این شخص کلیمی یهودی در آلمان نبود که با اون دانشش به من بگه اینجا جراحی نکن، شاید بندم امروز فلج بودم. و ایشون به من گفت که اتفاقا این دفعه که رفتم آلمان، رفتم سراغش گرفتم، میدونستم فوت شده. بعد دوستمون گفت همینجا خاک هست و اینها و رفتیم اونجا. بعد یه دوستی هم شیرازی بود ایشونم، اون هم بود و دکتر بنروحی اینا رو میشناخت. در صورت اتفاقاتی تو زندگی آدم میفته که بعدن آدم میبینه که خوب بودن یا نه. برگردیم به این ماجرای تلگرام. دوستان به نظر من این اگر صاحبش شخصی هست که یه هفته میگه اینها اینجوری، بعد هفته دوم میگه اونجوری، به همچین سرویسی، به همچین چیزی نباید خدمت کنی، به اصطلاح اعتماد کنی. ولی این نامه‌ای که داشتم براتون میخوندم، از تنج نامه نه، ایمیل یا
به اصطلاح خبر که نوشته بود جلد یکی از معتبرترین رسانه‌های جهان به عکاس ایرانی رسید. هفته نامه آمریکایی تایم نه صرفاً به دلیل تیراژ 2,600,000 نسخه‌ایش، بلکه عمدتاً به واسطه سابقه بسیار طولانیش در انتشار و همچنین وسعت نگاه جهانی به این مجله همواره به عنوان یکی از معتبرترین رسانه‌های جهان شناخته شده و کاهش تدریجی تیراژ رسانه‌های مکتوب از جمله همین مجله نیز باعث نشده تا نگاه‌ها درباره نقش آن کمرنگ شد. مجله آمریکایی تایم در اتفاقی بی سابقه عکسی از یک عکاس ایرانی را بر روی جلد خود برد و این تصویر را به عنوان نمایی از ایران در سال 2025 به مخاطب عرضه کرد. اتفاقی مهم برای جامعه عکاسی ایران که نویسندگان تایم با برداشتی متفاوت به سراغش رفتند. هفته‌نامه آمریکایی تایم نه صرفاً به دلیل تیراژ، دوباره همون رو نوشته که می‌دونید یه قسمت یه پاراگراف رو به عنوان سرتیتر می‌نویسن. جلد تایم به طور ویژه همواره فرصتی برای بیان مهمترین وقایع روز بوده و چهره‌ها نقشی کلیدی در این جلد ایفا کردند و در شماری از این مجلات نیز چهره‌های ایرانی نقش بستند. اما اینکه یک عکس از عکاسی ایرانی بر روی جلد این مجله منتشر شود واقعی بی سابقه بود و تاکنون هیچ تصویر ثبت شده توسط عکاسان حرفه ایران نتوانسته بود صفحه نخست این رسانه را تسخیر کند، اما امروز بالاخره این اتفاق به نام یک ایرانی ثبت شد. تایم بر روی جلد تازه ترین شماره خود، ببینید این میگم نوشته های انشایی و بی خود، مثلا این نویسنده نوشته تایم بر روی جلد تازه ترین شماره خود، نه تایم میره بر روی جلد مجله 30 سال پیش. خب معلومه که بر روی جدیدترینش چیه، معلومه که من و شما داریم راجع به جدیدترینش صحبت میکنیم. به خدا من نمیدونم این دوستان هم مغزشون رفته پایین، میدونید که خیلی ها هست که مغزشون رفته پایین، خیلی ها رفته وسط به شکمشون رسیده، همه چی درباره خوراکه، خیلی ها رفته پایین تر، خیلی ها رفته جلویشون، خیلی ها رفته عقبشون، تو ما تحتشون، این هم همینجوره. جدید بر روی جلد تازه ترین شماره خود، یادم به چند مدت پیش که آقای حسیبی اینجا برنامه داشت روی ویدیوهاش مینوشت آخرین ویدیو، من بهش گفتم آقا این آخرین غلطه، یعنی دیگه من ویدیو ندارم، فردا یا میخوام بمیرم یا دیگه تصمیم گرفتم برنامه نداشته باشم، این جدیدترین ویدیوی شماست، یا با تاریخ بنویس، ملت وقتی میبینن دیگه میفهمن. در هر صورت با انتشار تصویری ثبت شده توسط نیوشا توکلیان عکاس زن ایرانی از یک دختر ایرانی، نگاه کنید دوستان، عکاس زن ایرانی از یک دختر ایرانی که نخ یک بادکنک را در دست دارد به استقبال ایران در سال 2025 رفته و دقیقاً تیتر ایران 2025 را برای این عکس انتخاب کرده است. نیوشا توکلیان خبرنگار و عکاس خودآموخته ایرانی جزو چهره‌های توانمند این عرصه محسوب می‌شود که در بیش از یک دهه اخیر عکس‌هایش در نشریات معتبر بین‌المللی چون تایمز، نیویورک تایمز، این استرن و فیگارو به چاپ رسیده است. توکلیان برای دستیابی به تصاویر منحصر به فرد به نقاط مختلف خاورمیانه سفر کرده و تاکنون در کشورهای عراق، لبنان، سوریه، عربستان و پاکستان به عکاسی پرداخته است. چند تا از عکسای ایشون رو هم گذاشته، بذارید عکس ها رو بزرگتر بهتون نشون بدم. خوب عکس ها 3 در 4 4 در 3، یادتونه عکس هایی که میگرفتیم برای مدرسه میگفتن 3 در 4، یعنی 3 سانت در 4 باشه یا 6 در 4، این هم 4 در 3 هست، یعنی پهنای عکس رو که شما میبینید 4 هست، طولش یا ارتفاعش هیتش 3 اینچ یا 640 480 یا 800 600 یا 1200 900، هرچی که بگید. این عکس ها رو گرفته ایشونو گذاشته و به خاطر این عکساش و اینها گویا در سر تا سر دنیا بین المللی هست. و خب حالا امیدواریم به این خاطر اقلا ما ایرانی ها مجله تنز بخواییم. من یه مدت مشترک بودم
و می اومد. بعض وقتا دیگه میشد آشغال خونه، چون این روزا همش روی یوتیوب و اینها زودتر از اون شما میدم روی یوتیوب نه روی اینترنت و اینها زودتر میگیریم و میخونیم و میبینیم، اون که میاد برامون یه مقداری خسته کننده شده بود. بعض وقتا هم میخواستیم انار دون کنیم میذاشتیم زیر اون، میخواستیم تخمه بشکنیم میذاشتیم زیر پوستش که دیگه نخواهیم پلاستیکی چیزی بشوریم و اینها، و دیگه اشتراکمون رو هم به اصطلاح قطع کردیم. این هم از این بهشون تبریک میگم. و بعضی از ماها فکر میکنیم حالا اگه عکسی دختر ایرانی رفت روی تایمز دیگه ایشون میلیونر شده، شاید هم بشه چون ممکنه بعدش یه قراردادی بگیره اینها، ولی اینجوری نیست که به اصطلاح حالا یه عکس رفته روی اون، ایشون عکس شاه رفته، عکس مصدق رفته، عکس خمینی رفته، همشون هم آمدن و رفتن. امیدواریم این یکی برای این دختر کارساز باشه، پولساز باشه. و اما میگه که your video and TED talk video at my Facebook for 2020 the fall of Islamic state. TED talk آقای سهراب چمنارا، TED talk میدونید که یک ویدیوایی هست که 9 دقیقه 10 دقیقه بیشتر نیست، برعکس ما ایرانی ها که 2 3 ساعت برنامه‌مون می‌ذاریم. این بنده خدا اون وقتا توپل بود، حالا دیگه توپل هم نیست، رفته حالا با شور و امید توی تلویزیون کانال یک برنامه بهش دادن، بیچاره خجالت بکش. همین شهرام همایون نبود که تو 100 تا چیز بد دربارش میگفتی؟ در صورت خیلی اکسایدد شده و اومده، حالا نه که آدم تنبلیه، صبح به وقت اونجا مثل که 7:30 بهش گفتن این وقت باید بیای، یعنی مثل اونایی که میان برای آبدارچی اینا، خوابالو میاد میشینه اونجا، معلومه نه کاغذی داره نه دستکی داره نه. ببینید ما اینا وقتی میان اینقدر کاغذ به غیر از همش تو تلویزیون توی کامپیوتر گذاشتیم، میاد میشینه بعد برای مردم میگفت که حالا هفته دومه فعلا، باید با من آشنا باشید، با این کلماتی که من میگم عادت کنید، این ترمایی رو که من میگم براتون دیفاین کنم، توضیح بدم. بعد یه مشت مزخرف همون 30-40 سال پیش رو دوباره داشت میگو. در هر صورت تد تاک 10 دقیقه از افراد بسیار معروف یا بسیار دانشمند و اینها میاد، و تا اینا میان تو این برنامه معروف میشن آنچنانی که بیا و ببین. فکر کنم مازیار جبرانی تهران اینا هم از ایرانی ها، آقای چیز اگه اشتباه نکنم تریتا پارسی، یکی اگه میتونه توی برنامه برای ما بنویسه چه کسای ایرانی تا حالا در تد تاک بودن. ولی آقای سهراب چمنارا همین الان برای من این رو فرستادن، نوشتن your video and TED talk video at my Facebook for 2020 the fall of Islamic state. خب برای نگاه میکنیم فیسبوک شما رو، my video نمیدونم ویدیوی منه یا شما خودت به اصطلاح منظورت ویدیوی خودتون بوده. بعضی وقتا ما به فارسی که برای هم بنویسیم مشکل پیدا میکنیم، بعد وقتی که دیگه انگلیسی بنویسیم وا مصیبتا. البته ناگفته نماند، بارها بهتون گفتم بعضی وقتا به دوستانی که به خاطر سالهای زیاد در کشورهای خارج بودن، وقتی آمریکایی وقتی فارسی صحبت میکنی خیلی مشکل پیدا میکنی، مجبوری بهشون بگی لطفا انگلیسی بگو، چون اقلا اینجا دیگه نرمش دستت اومده. این وبسایت آقای وبسایت نه وبسایت ایشون هم خیلی ساده است، chamanara.net، ولی آقای سهراب چمنارا خیلی هم کار قشنگی کرده توی فیسبوکشون، وبسایتش هم نوشته، حالا که اینجوریه کار خوب کرده ما تشویق کنیم، chamanara.net، سهراب چمنارا. اشتباه هم نمیشه فامیلیش، CH که چه هست رو مینسی، بعد اینجا ایشون نوشته من برای نبرد با تاریکی شمشیر نمیکشم چراغ میافروزم، گویا این رو گفته زرتشت هست یا کسی دیگه ای گفته انداختن گردن زرتشت، چون میدونید زرتشت بیچاره و کوروش و اینها یه دفعه آمدن التماس کردن تو رو خدا هر مزخرفی خودتون مینویسین برای عمتون عموتون زیرش ننویسید سعدی حافظ زرتشت نیچه فلان. بله، شوهای سرگرم کننده به نام اپوزیسیون خارج از ایران در 36 سال گذشته و آینده حتی اگر با نیت خوب هم باشند هرگز موفق به تغییر قانون اساسی این رژیم نخواهند شد.
ایشون میگه تغییر در داخل ایران شروع و به نتیجه خواهد رسید. نیروی محرکه که برای جنبش بعدی زنان و جوانان ایران خواهد بود. دلایل مرا در کتاب 2020 یا سال 2020 سقوط حکومت اسلامی بخوانید ویدیو و به گوشه ای از آن در ویدیو گوش کنید. ممنونم. اگر میخواین آقای چمنارا این ویدیوهاتونو میتونید ارسال کنید یا لینکش رو ارسال کنید ما در تلویزیون مردم نشون بدیم، چون توی برنامه خودم من مثلا بیام یه 20 دقیقه ویدیو دیگه اینو نشون بدم، هم برنامه من مردم میگن آقا این قرار بود سربی با مردم باشه، هم ویدیوی شما به قول معروف معلوم نیست که چرا اینو گذاشتیم. اگه بگید قشنگ جای خودش براتون میذاریم، 3 روز 5 روز، همونجوری که آقای آقاسی، میرزا آقاسی، حمید میرزا آقاسی چهارشنبه یک ویدیویی رو برای من ارسال کردن و من گذاشتم، حالا تا دوشنبه هم براشون میذارم، چون بهشون گفته بودم تا جمعه، ولی تا دوشنبه هم میذارم. ما در تلویزیون مردم سعی میکنیم کم فروشی نکنیم. این را هم خیلی خوشحالیم و دوستانم خودشون به تجربه ثابت شد. یه دوستی به من زنگ زد آقا من 100 دلار میدم که 5 روز برام این ویدیو رو این کارشو انجام بدی. گفتم خب باشه 100 دلار شما اگه امروز بذاری، امروز رو من مجانی بهت میدم چون چند ساعتش گذشته و از فردا حساب میکنم. اینجوری باید باشه. من یادمه این آشیای تو شیراز یا اون که در خونه ما بود، این آش رو مثلا میگفتی 2 تومن آش، قرار بود که این یه ملاقه، ما ملاقه میگفتیم ملقه، یه ملقه یا 2 تا بریزه، این هر بار که میریخ خیلی جالبه تکونش هم میداد که تموم این خالی بشه، بعد وقتی که میخواست برگرده یه ویژگون، به قول شما، به قول ما شیرازی ها، یه پنجیری از این میگرفت، یه کم اینو ور میداشت دوباره ور میداشت اونجا. خب این دزدی بود دیگه. بعدم بکشید آقا آش رو بکشید دیگه، مردم میدونن آش شما رقیقه، 1 کیلوش فایده نداره، میرن از اون یکی که غلیظه. مثلا داشتیم یه جایی بود آش خیلی آبکی بود، واقعا مثل سوپ بود، البته سوپ همون آش ما. بعد یه جایی هم بود آششون خیلی سفت و معلوم بود اصلا گوشت و اینا هم داخلش بود، چون میدونی آش سبزی شیراز این گوشتش رو شب باید میکوبیدن، اصلا روز قبلش که رد میشدی شما میدیدی یه نفر با هاونگ و جوغن، هاونگ تو شیراز بودن جوغن، دنگ 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 تو خیابون برنج و گوشت و اینا رو میکوبید. خیلی خوراک خوشمزه هم از صبح، تنها شهری که صبح به غیر از حلیم و کله پاچه و اینها یه چیز دیگه برای خوردن داره آش سبزی، شیرازه. در صورت اینم ماجرای کم فروشی و زیاد فروشی، بحث ها از اینجا به اونجا، از اونجا به اونجا میره، ولی ناراحت نباشید تا اونجایی که یادم بمونه سعی میکنم پیداش کنم و برگردم. بازم بهتون پیشنهاد میکنم برنامه کانون آوا رو ببینیم که به اصطلاح این کسی که شاعر و حالا خودش هم بنده خدا دیگه حال ناراحته، ولی اونایی که میخوان بهش بدی بگن میگن ایشون مداح رجبی بوده، چندین شعر در رابطه با به اصطلاح مدح و ستایش رجبی گفته که آقا تو اصلا هیچی، تو خود پیغمبری اینها، حالا بعد اومده گفته آقا من هم اونجا اشتباه کردم. و چقدر اون آقا که اسمش همنشین بهاره، اسم اصلی خودش یادم میره، خیلی قشنگ میگه آخرین سوالش میگه که درسته که اونها اون بالا آب رو گلالود کردن با وجود کثیف خودشون، ولی ما هم این پایین توی این آبی که حالا دیگه لجن شده بود دست و پا میزدیم و فکر میکردیم که این چشمه آب زمزمه. حتما ببینید. این هم از این. بعد سوال میکنه که آقا چجوری اینا 2000 خورده نفر اونجا هستن اونا نمیفهمن؟ میگه آقا میفهمن، 7 تا دیوار گذاشتن، 7 تا حصار گذاشتن، نمیتونه بیاد بیرون. بعدم هر روز تو گوشت تو میخونن، هر روز تو سرت میخونن که ما داریم پیروز میشیم، فلانه بیساره و الی آخر. من یک ویدیوی رو دیروز یه نفر برام فرستاد، ویدیوی جالب لحظه شهید شدن علی انصاری. بیچاره یک کسی میره اونجا، اصلا اینا وقتی میرن هی میگن ما امیدمون اینه که این بار دیگه شهید بشیم، یعنی این که میگه مثلا من 3 بار رفتم جبهه، اینقدر بعد وضع خانوادگی، بدبختی، بدهکاری اینها داره، طرف میگه آقا برم شهید بشم اقلا یه پولی گیر پدر مادرم بیاد، یه زندگی خوبی، یه احترام اینا، و میرن. یه سریشون هم به خاطر این دین و اینها میرن.
این فیلمه رو که من دیدم اصلا آدم جگرش کباب میشه، میفته رو پل اونا زدنش، بعد اینا میگن داعش، داعش که پرچمش نوشته محمد رسول الله، اینا میگن نه الله، اونا الله ما نیست، رسول اون رسول ما نیست، مال ما دین ماست، هی الله اکبر، نمیدونم علی ان ولی الله، میرن کشته میشن. اینم ماجرای اینا. اونایی هم که توی کمپ لیبرتی موندن به قول این آقای اسماعیل وفا یرمای، خیلی قشنگ، خب شاعر دیگه، قشنگ میتونه لغات رو به موقع استفاده کنه، میگه آقا اینا 27 سال 30 سال 20 سالشون بوده رفتن تو این سازمان، 36 سال گذشته، الان 56 سال 60 سال 60 خورده بیان بیرون بیشتر بهشون چیز میشه، سخت میگذره، امیدشون اینه که اقلا همونجا بمونن بمیرن، تو حمله بعدی بمیرن. آقای رجبی هم که بهشون قول میده در رزمگاه‌های دیگه همونجا بمونید. ولی یه نکته ای هم که من توجه نکردم، توی پیام رجبی میگه اگر اینجا هستید و توی سنگرتون آب نیامده همینجا بمونید. وقتی یه نفر میگه همینجا، یعنی منم هم همینجا هستم، از فرانسه نگفته همونجا بمونید، یا اینکه انقدر زیرک و پدر سوخته هست که با وجود خودش تو فرانسه و اردن ممکنه باشه به اینا گفته که من و شما فکر کنیم بله اینم اونجاست. درس هایی از استاد بابک زنجانی. میدونید که بابک زنجانی هم بالاخره حالا تو زندان مونده، قشنگ این که بچه پررو بود حالا دیگه زندان هم رفت، شده فخرآور آخونده، و میگه که با چتر نجات از بانکوک، یادداشت های اسکندر، این نمیدونم دلدمه 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 نمیدونم چیه والا، آقای که یا دلدم باشه بهتره، یعنی دم دل، نمیدونم این وقتی ما فارسی میخونیم ا او نداریم روش، متاسفانه اینجوریه، ولی من براتون نشون میدم، حالا آدم ممکن تو فیسبوک بزنه اسمشو پیدا کنه، اونجا چون به انگلیسی مینویسه مجبور باشه که به اصطلاح اون ا او یا آی ای او اینجوری رو به اصطلاح بنویسه. با چتر نجات از بانکوک، آقای بابک زنجانی در بخشی از نامه تاریخی 5 صفحه‌ای خود به نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی که از اتفاق نام عده‌ای از آنها و فرزندانشان هم در پرونده‌های فساد مالی به سمع و نظر امت همیشه هاج و واج رسیده است، مسئولین جمهوری اسلامی را به بی‌سوادی متهم کرده و بدون بردن نام با ایما و اشاره عده‌ای از وزرای پاک دست ترین دولت تاریخ بشریت، دولت حاج دکتر احمدی نه را در احمدی نژاد را در مسند اتهام نشانده است و میگوید مردم که قدرتی برای اخلال کردن ندارند و وسیله‌ای برای ایجاد اخلال ندارند، منظور اخلال اقتصادی است و اگر فسادی به وجود میآید مربوط به یک مسئول است. اینه که آقای زنجانی از توی دادگاه و توی زندان به اینا گفته که من هم پولاتونو میدم هم آزاد میکنم اینها، ولی الان که منو انداختید اینجا یه سری از خودیاتون دارن چیزای من رو میدزدند و میخورن و میبرن، منزل نمیدونم چند میلیون دلاری من رو به اصطلاح اینقدر میخوان بخرن، این که نمیشه شما مثلا ماشین اینقدر میلیونی ما اینقدر بخرید و اینها، خلاصه دزد سابزور، اون وقتا میگفتن دزد سابزور یقه صاحب مال رو هم میگیره، سالانه 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد به ایران میشود. خب چشم شماها روشن، هی ممنوع کنید، هی بگید که نمیدونم چیه، مردم قاچاق میارن، هر چیزی رو ممنوع کنید مردم راه قاچاقش رو پیدا میکنن. جرجزا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی چهارشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی ارزش حجم کالاهای قاچاق در اقتصاد ایران را 20 میلیارد دلار ارزیابی کرد. معاون وزیر دادگستری ایران این رقم کالای قاچاق موجود در ایران را نشانه ناکار آمد بودن قوانین مبارزه با قاچاق اعلام کرده است. آقای جمشیدی کمی پیشتر با حضور در برنامه تلویزیونی در شبکه استانی کرمانشاه ارزش حجم کالای قاچاق در اقتصاد ایران طی سال 92 را 22 میلیارد دلار اعلام کرده بود که به گفته او بیش از 2 میلیون فرصت شغلی را از بین برده است. اینم از این. اگه خواستید این مقاله ها رو که من تو برنامه میخونم شما میتونید تا یکی دو روز آینده به اصطلاح از من بخواید با ایمیل من هست USA
آمریکا USA یه دونه نقطه تون نرید نقطه سوربی @gmail.com از این آسان‌تر info@mardomtv.com. من نمیام اسم ایمیل رو بذارم مبارزه فداکارانه @yahoo.com. برید ببینید بعضی وقت از این دوستان ایمیلاشون. در محکومیت کشتار ساکنان اردوگاه لیبرتی توسط جمهوری اسلامی سیاهکل، میدونید که دوستان مینویسن و ویدیو میسازن و اینها، ولی من یکی تا حالا نفهمیدم اینها که این همه سال 50 سال 60 سال دارن فعالیت میکنن برنامهشون، خب میدونیم چی بوده، میخوایم ببینیم به کجا رسیدن. ایشون هم در محکومیت کشتار ساکنان اردوگاه لیبرتی توسط جمهوری اسلامی روز گذشته در اثر پرتاب ده‌ها موشک به اردوگاه لیبرتی محل استقرار افرادی از سازمان مجاهدین خلق ایران که در خاک عراق تحت نظارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به سر می‌برند، 23 تن کشته و تعداد دیگری نیز مجروح شدند. با توجه به همکاری دولت عراق با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و در شرایطی که این رژیم امکان سازماندهی نیروهای مزدور مسلحی چون جیش المختار و اخیراً حشری شعبی را در عراق پیدا کرده است، جای تعجبی نیست که جنایت اخیر در لیبرتی توسط رژیم جمهوری. دوست عزیز، یه دونه کپی از اینو برای آقای رجوی و خانم رجوی بفرست ببینیم اینا میفهمن که آقا این آخرین حمله نبوده، این ششمین حمله است. و ببینید دیگه باز این آقای اسماعیل وفای یغمایی، آقا خیلی قشنگ گفتی، خیلی قشنگ توضیح میده، میگه آقا این دیگه شد یه سنتی که هر کسی، حالا یا جمهوری اسلامی یا جیش نمیدونم کفر یا جیش المختار یا جیش العدل، هر کیه من که نمیدونم، بیان اینا رو بزنن و دو روزم عذاب و مردمم بنویسن و فلان، بعدش میرن دنبال کاش، دوباره روز از نو روزی از نو. سنت که میدونید چی، هر سال طرف به سر خودش گل میماله، هر سال روزه میره، هر نمیدونم چند سال میره حج، ولی آیا آدم میشه عوض میشه؟ نه، همینجوری سنت رو ادامه میده. حالا ببینیم آقای رجوی عوض میشه یا میاد همون موقع همون شب فیلم میسازه، همون شب عجله پیغام میده که اگر آب نیامده توی سنگرتون، من نمیدونم اینا چرا توی سنگر زندگی میکنن، سنگر وقتی که یه کسی اسلحه داره روبروش هم یه کسی با اسلحه نشسته میره تو سنگر، و الا وقتی شما اسلحه نداری که میری تو گود، یعنی قبرتو کندی، کار اونو آسون کردی که فقط بیاد بکشاتت گلاره بریزه رو. ارتش آزادی بخش. و اما ده مرد نامدار که این رو آقای علی زرابی قبلا هم برای من فرستاده بود، تألیف و نوشته علی زرابی، بذارید من اینو براتون نشون بدم. ایشون هم سالهای سال زحمت میکشن در انتشارات و اینها، گویا در ایران هم اصلا فامیلشون فکر کنم از همینجا آمده. این چی شد کجا رفت، چی شد کی بود کجا رفت؟ بله که بله میبینید، تایپ فرزانه براتی، ویرایش سیمین تهرانی، شکوفه زرابی، طراحی جلد کتاب آرش تراقی یا تراقی، چاپ اول 1394 یعنی همین امسال. حالا اگه بشه من با ایشون هم یه صحبتی میکنم، ولی ایشون رو من سالهای سال میشناسم و هر وقت بهش گفتم میگه من نه صدام برای رادیو خوبه نه چهرم برای تلویزیون و نمیاد. میگن مینویسن، میگه میتونی هم نوشتای من استفاده کنی، ولی اهل مصاحبه و اینها نیست. و این هم 10 مرد نامدار. خب زندگی هم الان بین 2 بیت شعر گیر کرده. من که دیدید بهتون میگم بعضی وقتا خودتون اسیر این ضرب المثل ها نکنید، چون یکیش میگه که نمیدونم اون چیز نمیدونم چیز بد نشود خوب فلان، اون یکی میگه که کمال همنشین درش اثر کرد خوب شد، اون یکی میگه کمال همنشین درش اثر کرد بد شد، و نمیخونن با هم، یعنی زد و نقیزن. این رو آقای مهدی ذوالفقاری فرستاده، خیلی جالبه، نوشته زندگی من الان بین 2 بیت شعر گیر کرده. سعدی میگه برخیز و مخور غم جهان گذران، تا پا میشم
حافظ میگه که بنشین و دمی به شادمانی گذران. فعلا نیمخیز موندم تا تکلیفم تو بیت بعدی روشن بشه. منم براش نوشتم که امان از دست این شیرازی ها که سعدی و حافظم شما را اینجوری سر کار گذاشتن. و اما کیاس این لندن، این کیاس وقتی یه چیزی بی نظم میشه، میریزه به هم، اینها آمریکایی ها بهش میگن کیاس. هیچ وقت حقیقت من نرفتم ببینم معنی فارسیش چی میشه، چون اینا رو وقتی دیگه عادت میکنیم توی کلمه های اینجا میفهمیم دیگه بعض وقتا یادمون میره. من البته توی آلمان که بودم، چون اونجا آلمانی میخوندم، یه دیکشنری آلمانی به انگلیسی و آلمانی به فارسی گذاشته بودیم روی میز به اصطلاح اتاق فامیلی روم، و فوری تا یه کلمه رو تو تلویزیون میشنیدیم یا یه جا میخوندیم نگاه میکردیم. میگه که Chaos on the street of London, million mask march anarchist in a 500 pound jacket. میگه که اینها جکت هایی که پوشیده بودن، خب همین که این مینویسه یعنی این خبر از طرف دولت انگلستانه. تنها ببین ایرادی که گرفته از اینها، ایراد گرفته که اینها جکتاشون دونه 500 پوند که تقریبا میشه 700 800 دلار قیمتشه. آقا اینا که نگفتن ما فقیر و بیچاره هستیم، اینا میگن که آقا دولت دیگه گندش رو بالا آورده. و این ماجرای آتیش زدن و اینها، در اول برنامه هم داشتم میگفتم اون آقایی که ماسک عکسشو میبینید، یک قیافه هست که به نظر خندان میاد ولی این حالت سیبیلش و اینها هست، اون کسی بوده که گویا اون موقع هم توی انگلستان سال 15 قرن 16 خیلی هم زود مرده، 37 سالش بوده مرده اگه اشتباه نکرده باشم. و ببینید که اینها هم با چماق و اینها خودشون مسلح کردن و داره نشون میده عکس‌ها رو بغل هم که این کسی که اینجا چوب دستشه، البته این چوبه میبینید مال چیز بوده، مال پلاکارد بوده، بعدن اینجا زدنش، این میخواد به اصطلاح پلیس زدنش رو موجه بدونه. حالا تو خیلی از تظاهرات دیگه اجازه نمیدن به شما چوب بیارید، میگن اینها باید لوله پولیکا باشه وقتی که اجازه میگیرن اینها. در اصل یک نگاه گذرا و سریع به این میکنیم. این بیگ بن میدونید که معروف ترین ساعت یا برج انگلستانه که همون نزدیک چی هم هست، نزدیک مجلسشون هست، جای بسیار قشنگی. الان هم نگرانم که این ساعته یکم عقب جلو میره. اینجا هم این داره فوش میده، انگشتشون نمیده اون ماسک رو. حالا اگه ببینید میبینید اینها هم میدونید پلیس ضد شورش با اسبهای خیلی بزرگ و یغور میان. من اینجا وقتی ورلد بانک تظاهرات و اینها میشه، بعضی وقتا اونجا متاسفانه کار دارم، باید برم برای ویدیو اینها، آدم میبینه که وقتی که جمعیت اونجا هست، این پلیسا با این اسبا داخل جمعیت هستن، اصلا به قول معروف یه قیاس ملفارق مقایسه آدمها با این پلیسها. ناگفته نماند که همین آدمها ممکنه خطرناک باشن. اگه پلیسان بگن نه پسر خوبیه و اینها، یه دم میینی چاقو از جیبش در میاره، یه دم میینی یه شیشه در میاره، فندک میزنه. ما میگفتیم تو ایران کوکتل مولوتوف، اینجا میگن مولوتوف کوکتل، یه هم چیزی میگن، در اصل میندازن و وقتی این منفجر میشکنه آتیش میگیره بنزین و اینها، در اصل باید حواسشون باشه. و از این ماجرا دروازه های مسجد سپهسالار را هم دزدیدن. میدونید که خیلی توی ایران رواج پیدا کرده اشیاء قیمتی رو به اصطلاح میدزدند و میکنن و میبرن و زیر خاکی ها رو میارن. خود من بهتون گفتم سال 2004 وقتی که توی تلویزیون ما تیوی بودم، یه نفر تماس گرفت گفت آقا من یه سری چیزای زیر خاکی از ایران آوردم. اون موقع برای اولین بار بود کلمه زیر خاکی شنیدم. گفتم زیر خاکی چیه؟ گفت الان دیگه چیزای عتیق و اینا رو تو ایران میگن چیزای زیر خاکی. گفتم نه آقا، اونا رو باید میذاشتی زیر خاک و اگه میخواستی معامله کنی باید خودت هم میرفتی زیر خاک، ما با دزد و مزدا کاری نداریم. دروازه های مسجد سپهسالار را هم دزدیدن. روز گذشته دروازه های مسجد تاریخی و قدیمی سپهسالار تهران به سرقت رفت. تصویر دزدیده شدن دروازه های یک مسجد تصوری تقریبا غیر ممکن است
که سارقان در تهران آن را به اقدامی ممکن تبدیل کردند و روز گذشته دروازه های مسجد تاریخی و قدیمی سپهسالار تهران به سرقت رفت. به گزارش قانون پس از آنکه در سالهای اخیر دزدیده شدن مجسمه های برنزی و در نقاط مختلف شهر باب شده بود و هرگز هم مشخص نشد که تکلیف این سرقت ها چه می شود، این بار سارقان سراغ درهای یک مسجد تاریخی رفته و با دزدیدن آن اتفاقی تأسف بار را قدم زدن. این را هم خودتون می تونید پیدا کنید و ببینیم که بله دوستان یا برای ما ایمیل نمیزنن یا برنامه رو از یوتیوب نگاه میکنن. اون وقتا خوب بود برامون مینوشتن، مثلا من مایل بودم ببینم که کسی میدونه چند نفر ایرانی توی این تد تاک تا حالا شرکت کرده که خبری نشد. اگر در برنامه رو از یوتیوب هم میبینید، زمینی که ازتون خواهش میکنم سابسکرایب بشید، عضو بشید روی یوتیوب اگر اکانت دارید، میزنید یوتیوب های ما براتون میاد یادآوری میکنه بهتون. از اون ورم ما وقتی سابسکرایبر یا ممبر آبونه که نیست، پولی نمیدید که داشته باشیم، یوتیوب یه وسائلی رو بیشتر در اختیار ما میذاره. ضمناً یوتیوب هم داره پولی میشه. خب این رو هم خوندیم، بریم اینجا ببینیم چی نوشتیم و چون ما ساعت 3 بعد از ظهر با دوستمون قرار داریم بذاریم این رو بخونیم براتون. آقای جعفر یعقوبی کتاب خاطرات زندان خودش رو به اصطلاح چاپ کرده و برای ما نوشتن یا برای همه دوستاشون نوشتن که من از جان به در بردگان کشتار بزرگ زندانیان در سال 67 هستم. خاطرات زندان من از سالهای دهه 60 با عنوان مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی در 2 جلد به زبان فارسی اخیراً در آلمان چاپ و منتشر شد. برای تهیه این کتاب در اروپا لطفاً از طریق ایمیل با قلی یعقوبی تماس بگیرید. من برایشون نوشتم که بیان از تلویزیون مردم استفاده کنید به صورت آگهی، بنر، اینفومرشال. آقای ماسالی این کاری کردن، آقای چمنارا این کاری کردن و شما که میدونید جامعه ما کم میخونه کتاب، پس شما باید بیشتر از جامعه، بیشتر از نویسندگان آمریکایی تبلیغ کنید تا کتابتون به اصطلاح مردم ببینن. یه صفحه رو شما بخونید براشون، دیدید مصاحبه میکنن با رادیوها با تلویزیون، یه بخششو میخونن، طرف اون بخشو که میخونه مثل میزنن. شما تو گفته هاتون یه دفعه میگید من با مهدی اصلانی همسلول بودم، بعد طرف فامیل مهدی اصلانی که حالا ایشون زنده است ولی یکی دیگه میگه ایشون کشته شده، بذار من بخونم ببینم چی میگه. یه چیزای اینجوری، یعنی اینا میگن مردم رو چالش، نه قلقلک هم نه، در هر صورت خودتون میدونید منظور من چیه. اینی که یه نفر میاد آقای بیل کلینتون که به این معروفی وقتی کتاب می‌نویسه میاد تو پابلیک تیوی یه بخششو میخونه، یه صفحهشو میخونه، اون دلش نسوخته، اون آمده کتابش رو پروموت کنه. پروموت کردن، تبلیغ کردن، تشویق کردن مردم. ما متاسفانه این کارو نمی‌کنیم، بعدم میریم تو مهمونی‌ها میشینیم میگیم مردم ایران کتابخون نیستن. آقا مردم ایران که دیگه هر هفته الان نمیرن کتاب فروشی آقای فلانی. باید شما از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه ها بهش بگین این کتاب چاپ شده، اینم یه بخشش فلانجا بخر. مردم از خونه بیرون نمیرن، شما باید زرنگ باشید برید تو خونه های مردم. مثل من میبینید ساعت 2 در اصلا وازه، اینا حالیشون نیست، خودش تو باغچه داره نمیدونم کار میکنه، من میام اینجا براشون صحبت میکنم. ساعت 2:59 است، اجازه بدید این یه دونه آگهی که داریم ببینیم. تشکر میکنم از پتروس عزیز، با وجودی که من مطمئنم از این آگهی ما در تلویزیون مردم این کاری نمیگیره، ولی اقلن هم به خودش ثابت کرده هم به ما که حمایت میکنه، به خودش هم ثابت کرده که بابا این جامعه ایرانی که میگه هنر نزد ایرانیان است و بس. ببین منی که ارمنی هستم، منی که ارمنی ها خیلی ایران رو دوست دارن، خیلی به ایرانی ها خدمت کردن، خیلی کار قشنگ میکنن، باز اینجا اینا به من اطمینان نمیکنن، کارشون رو به من نمیدن، میرن میدن به یه اسپانیش، میرن میدن به یه خارجی. ولی وقتی میرسیم به هم میگه جان که نه در راه عزیزان بود، بار گرانیست کشیدن به دوش، یا جانم فدای ایران. دروغ دروغ دروغ، به جای درود درود درود. اون وقتا وقتی خیلی خوب رژه میرفتی اون تیمسار یا اون سرهنگ میگفت که خیلی خوب، بعد از این ورم بعضی ها میگفتن مثلا
درود سر تیم سار یه چیزی اینجوری. بعض وقتا اون که رژیمی بود میگفت درود درود درود، سه بار میگفتن درود. اینم از این. بریم آگهی رو ببینیم و تو این فاصله من تماس میگیرم با دوستی که قرار امروز باهاش مصاحبه کنیم و سوالایی رو که من چند سال هم تو ذهنم بوده هم تو برنامه ها گفتم از ایشون بپرسیم، ایشون نظرشون رو من و شما بگن. مرسی که با ما هستید، با ما باش. پتروس با 25 سال سابقه کار در آمریکا، هندیمن، لایسنس، باند، بیمه، کهن خانه خیش آراستن به از خانه دیگران زیستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمانی، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی با شما صحبت می کند. 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب در خدمت شماست. شماره تلفن تماس ایریا کد 818-209-6052. خب دوستان عزیز، باز هم سلام، ممنونم که با ما هستید. متاسفانه من چون به این دوستم گفته بودم که اگر امکان داره با اسکایپ با هم تماس بگیریم و ایشون به من گفت که بذار ببینم میتونم اسکایپ رو ردیف کنم، بعد امروز برای من نوشتن که نشد اسکایپ و قرار با تلفن با هم صحبت کنیم. بعد من به هر کی میگم باور کنید بعضی وقتا برای داداش خودم مینویسم که یه تلفن به من بزن به این شماره، شمارهمو میگم بهش. این دوستان میگن خب من که شمارم 4 روز پیش دادم، نمیدونه 4 روز پیش تا حالا 400 500 تا ایمیل، مسیج، پیام آمده، من حالا نمیتونم نیم ساعت دنبال اونا بگردم. برای ایشون نوشتم یا با من تماس بگیرید با این شماره یا شمارتون رو بنویسید که ببینم مینویسن باشون تماس بگیرم. این شخص یک لور غیور ایرانی است، امیدوارم که فقط تعصب نباشه پشت. بله اجازه بدید من الان با ایشون تماس بگیرم. اوکی 503 اوکی بریم کالیفرنیا فکر کنم. بله نمیدونم میخوان ما شمارشون رو بگیم یا نه، یا زیر برنامه بنویسیم یا نه. در صورت اینم اینجا صدای ایشون رو هم بیاریم توی سیستم. و خیلی ممنون، ببخشید اون فکر کنم چون دفعه قبل فارسی نوشته بودیم شماره تلفن به هم ریخته بود، ولی الان که انگلیسی نوشتیم سر جاش وایساد. من به شما خوش آمد میگم، خیلی خوشحالم. اجازه بدید برای دوستان بگم که با کی هستیم. با آقای مهریار مهرآفرین. اولا این اسم شماست، یعنی واقعا از روز اول اسمتون این بوده یا شما هم اسمتون مثل من؟ نه خیر، بله. من هم میدونی اسمم عوض کردم، بارها نزدیک به 20 بار همه کن و بون و اینا رو گفته. خب بذارید من براتون یه چیزی بگم. در کار رادیو تلویزیون، چون اگر تصور کنیم که یه بار که برنامه میذاریم همه برنامه ما رو دیدن، خب پس دیگه باید بریم خونه. آره، در نتیجه اینه که باید تکرار کنیم، درست مثل کلاس درسه. نه اینکه خدای نکرده بیننده ها دانش آموز هستن، ولی هر روز یه سری میرن یه سری میان. امروز ممکنه یه نفر تصادفاً برنامه من رو دیده باشه و شمایی که سالها در کار رادیو تلویزیون بودید، ایشون مثلا امروز تصادفاً صدای شما رو بشنوه. خب من خودم اسمم چیز دیگه ای بوده، الان مردم منو به نام پارسا، فامیلیم سوربی میشناسن، برای که از پارس هستم، برای که خیلی هم تعریف کردن گفتن آدم خوبی هستی. حالا ما نمیدونیم چقدر اونها تعارف کردن. شما اگه دوست دارید توضیح بدید، اگه نه بگید. ما ازم بزرگ فامیلی ما سلطانی، من قهرمان تیم ملی بودم، خیلی روزنامه ها و به هر حال مقام های مختلفی رو بردم و تقریبا در جامعه ورزشی
بعد از بهمن 57 تا سال 70 هم به هر حال بیشتر مردم میشناختم، به ویژه برنامه آموزشی ورزشی هم داشتم در حدی در هم آقای سلطان تو چه رشته‌ای تو چه رشته‌ای ورزشی بودی؟ من پرتاب نیزه دو میدان. اوه خوب که ما اون موقع دوربرت نبودیم با این نیزه. بله ما به حال پدر بزرگمون آسلطون بوده، آسلطون دورشلی، بعد خب موقعی که شناسنامه گرفتن گذاشتن سلطانی. بله که بله و ما طایفه چهارلنگ ملمحمید هستیم از طایف بختیاری و زادگاه هم قلعه خلیله روستایی بوده 25 کیلومتری شرق علی بوده است. به به نمیدونم تا اونجا به حال شما بله بله علی گودرز و چه دختر و پینا بله اونجا یه آل گودرز در اون سرزمینی که ما بودیم اون سرزمین رو اگر که هر کس که بارون میومد میرفت بیرون یه پولی پیدا میکرد. حالا این پول باور کن از چه زمانهای کوزه های شکسته. بعد حالا به هر حال من دو تا چیز خیلی جالب بود برام، یه جا به نام بربرود بود، یه جا به نام جاپلق. بله بله که بعدن ما و هنگامی که به هر حال کابوش کردیم همون شهر صد دروازه بود و جایی بود که آتشکده های بسیار اونجا بود که نزدیک اونجا یک باز یک جایی بود به نام شاپورآباد و بهرام‌آباد. این شاپورآباد هم درست به مانند شهرهای ویرانه جاهایی بود که مثل مزارگاه و قبرستون بود، اما کوزه های شکسته و پی و دیوارهای بسیار بسیار کهن اما در خود فرو رفته. خب زمان سرتون درد نیارم تا اینی که یک جایی بود اونجا باز هم نزدیک روستای ما یک کمی دورتر به نام برم، که این واژه برم هم جالب بود. یک روز کشاورزی میره اونجا شخ میزنه و یک شیر رو پیدا میکنه و این شیر 150 کیلو بوده و اونجا رو دورش رو یک حصار کشیدن و اون منطقه دیگه شد جز نمیدونم به هر حال منطقه حفاظتی و این برنامه اینا بر. این هم برای اون قسمت هایی که ما خدمت رو عرض کردیم. علی گودن بسیار جای سرسیریه و بلندترین نقطه بین اصفهان و خوزستان هست و به گونه‌ای که کوهی هست اونجا به نام کوه کنعان که از یه طرف آب میره به سوی شوش و میره به کارون میره، از این طرف هم میاد به طرف صد زاینده رو. خب بذارید من همونجوری که به خودتون گفتم و چقدر از شما ممنونم که وقتی من بهتون گفتم من یکی از مخالفین شما هستم، باز شما قبول کردید که با هم مصاحبه داشته باشیم. بهتون حتی گفتم من برنامه های شما رو سالها پیش در تلویزیون های مختلف می دیدم و همون موقع هم توی برنامه هام به اصطلاح انتقاد می کردم، مخصوصا اون ماجرای دانشگاه باز کردن و اینها. من چون دبیر بودم توی ایران می دونستم که این کار بسیار مشکلیه در کشور آمریکا. من حتی یه مدت برنامه های آقای دکتر ابوالقاسم صمدانی رو پخش می‌کردم، ایشون یه دانشگاه باز کرده بود به نام گلوبال یونیورسیتی و به من میگفت که بیا یه دکترا هم به تو بدیم. گفتیم بابا این همه دکتر داریم بسه، امیدواریم اینا مریضامون رو شفا بدن و بذارید من جز به همون مریضا باشم. انتقاد کردم. اون روز که با شما صحبت کردم شما گفتید که خود شما هم الان یه جورایی متوجه شدید که بعضی از این هایی که با در لباس دوستی به شما نزدیک شده بودن، حتی خیلی از این تلویزیون ها اینها افراد صالحی نبودن و فقط دنبال این بودن پول ایر بگیرن یا اینکه اگر فردا اتفاقی افتاد و شما تونستید دانشگاهی باز کنید یه دکتران به اینا بدید، بالاخره دنبال این بودن که از این نمد چون شما مقصد لور هستی یک کلاهی برای خودشون بسازن. یه مقداری ما رو آشنا کنید با خودتون بیشتر، از چه زمانی آمدید با اینها؟ باور کن حالا اینه که میگیم آقای صمدانی در ما یه برنامه برای روانشناس رضا فاضلی گرفتیم، ایشون اومد و آشنا شد با ما. یک بارم با آقای مهراب بهبندی بختیاری که برنامه ما رو ساپورت میکرد، بختیاری بود به حال و خیلی ایران دوست رو، و گفت که دکتر میخواد بیاد خونه شما. اومد خونه ما و گفت یک هدیه هست برای شما،
گفتم این هدیه چیه؟ گفت آقا بعد باز کردیم دیدیم که ایشون گفت که یک دونه دکترا یا فوق دکترا همچی چیز اومد به ما داد. گوش کنید دادن حقیقت اینه که شما دارید میگید. من زندگی من هیچ وقت طوری زندگی نکردم که به کسی بگم ببخشید. برای اینی که اندیشه کردم فکر کردم گپمو زدم. به قول ما لورا میگه دهنتو ببین گپتو بزن. این خیلی سخن به هر حال داستانی داره. و ما رو این برنامه این آقا اومد و گفت که این کتاب آریا میهن شما این کتابی اصلا 20 سال این زحمت کشید. گفت اینو بیا به نام دانشگاه ما بزن. و گفتم با من اگر تمام دانشگاه دنیا را بدن یک اصلا حاضر نیستم که یکی از اینو بدم. خلاصه این آقا شروع کرد به اخاذی کردن و طولی نکشید که گفت که ما دکترا دادیم و این دکترا رو شما باید برید از ایران چیز. گفت هم دکترا این دکترایی که شما دادید ما همیشه سخنمون اینه این همه دکتر و مهندسی که هستن آیا پای قراردادهای خیانت به ایران یه دهقان اونجا هست یا یه بزاز یا دکتر مهندس ها؟ هرچی دانشهای ما افزون شود خائن شویم هرچی خرمذهب شویم و در خور هر روشیم. خلاصه این آقا اومد و یک دشمنی و آقا سر علیه ما هم با این آقا چند تا برنامه هم که اومد تو داده خوب خوشبختانه تمام برنامه هاش هست ولی متوجه شدیم که با آقای انقطاع این کار کرده بود. دکتر آقای انقطاع هم از ایشون بود. البته آقای انقطاع من هیچ وقت نگفتم من دکتر هستم و حالا اینه که شما میفرمایید من در ایران شاگردای زیادی دارم که اینها هم بیشترشون دکتر هستن. حالا به هر حال جایز نیست که بگم مثلا فلان بخوام معرفیشون کنم اینجا و یه مطالب دکترها بود. اصلا ادبیات نباید دکتر داد به ادبیات. این واژه دکتر ادبیات خیلی خنده داره. ما بگیم دکتر مولوی یا دکتر حافظ با اینا قلهای ادبیات ما هستن یا دکتر. حالا این دکتر به هر حالی برنامه ها و اینا به اینها بوده و این یه موضوع بود. خیلی شروع کرد به اخاذی کردن و برنامه و اینها. هنگامی که دوستای دیگه بودند و متوجه شدیم که این کارش به این گونه به این صورت هست و این هم یه داستانی که شما فرمودید من نخواسته آوردم به ما داده همینطور هم لاتموری شد دارم من. و همه الان جالب اینجاست که من برای اولین بار سال 2005 اومدم اینجا. یه نامه بعدم به ما داده بود که من سال 1998 اینجا اومدم انگلیسی هم 20 گرفتم مثلا در مقطع فوق لیسان. میخوام بگم خدمتون که این مملکت چقدر بیداره فکره که این آقا کی هواشو داره. حالا ما میگیم آقای مثلا دکتر چینی دادن با آقای احمدی نژاد یا آقای فلانی کردان ولی اینو کی هواشو داره؟ جان اتفاقا من چهارشنبه برنامه داشتم در مورد آقای فخرآور و مدرک ایشون و اینها. دوستمون آقای غلام ترشیزی گفت آقا در کتاب خودش نوشته کجا کار میکنه. بعدم رفتم توی دانشگاه مال تگزاس بعد براتون تعریف کردم که بعضی از این دانشگاه ها واقعا شما 5000 دلار بدی 3000 دلار بدی بعد یه مدتی یه سال و نیم برات یه دکترا میفرستن توی قاب عکس اسمت هم توی یربوکشون هست و اینها. اینه که دوستان یه مقداری به قول این دوست عزیزمون روی این کلمه دکترا و اینها دقت کنید. اگه این یه چیزی بود که با دانش و اینها میومد ما امروز باید میگفتیم دکتر خیام، دکتر رازی، دکتر فردوسی. چقدر شما قشنگ گفتی اینو، من هیچ وقت اینو فکر نکرده بودم. من اینو بهشون گفتم بعد در اومد گفت نه این کمترین بزرگداشت از شماست و من از این داستانهایی که شما خوب میدونید. بله بله دوست گرم این ایمه از من زیاد بها نمیدم به این قضیه ولی یک موضوعی که درد آوره برای ما اینی که حالا به هر حال اینایی که 30 سال 40 سال از ایران هم بر نگشتن و این انقلاب هم ندیدن، جنگ هم ندیدن، پیت نفتی و کول نگرفتن، تو صف وایستن، کپون نگرفتن، نمیدن فلان نگرفتن، انگامی که ما برخورد میکنیم میبینیم که عجب راستی که اینا از کدوم سیاره اومدن.
خیلی عجیب و غریبه. آقا چرا قشنگ گفتی، اینها خیلی هاشون قبل از انقلاب هم خارج زندگی میکردن، یعنی با وجودی که پولای کلون دوره شاه، حقوقای زیاد، همه رو گرفتن، ولی یکی از اساسی ترین هدفاشون این بود که بچه هاشون متولد خارج باشن، پاسپورت داشته باشن، خارج خونه و زندگی داشته باشن، و حتی قبل از انقلاب اینها در خارج زندگی میکردن. من به بعضی هاشون میگم آقا شما که میگی دوره شاه اونجا کشور گل و بلبل بود، میشه شما به من بگید چرا در جنوب فرانسه رفته بودید آپارتمان خریدید؟ چرا نرفتید همون خرم‌آباد؟ چرا نرفتید یاسوج؟ چرا نرفتید بوشهر؟ چرا نرفتید بندرعباس یه خونه بخرید؟ در هر صورت من امیدوارم با شما بیشتر صحبت کنیم که شما اینها رو باز کنید، چون شما مثل که بیشتر با اینها گشتید و چون شما هم من بیشتر رسیم. اینا روز اولی که اومده بودن جمع شده بودن کدوم دانشگاه درس کنم. یعنی این مطلبی بود که برای ما باور کنم، یعنی من نمیخوام کسی رو خراب کنم، خودم آباد کنم پیش شما، ولی این رو من نوشتم با هیچ باچی از هیچ کس نزارم. من اولی که خدا نمیخواستم، یعنی شما حساب کنه کسی هست میگن خدا ترس آدم خوبیه، من آدم خوبی نیستم، دو خدا ترس نیستم. خب خوبه، تو این قسمت هم داستان. با هم دیگه هستیم، منم از خدا نمیترسم. حالا این داستان، داستان اینه که اگر من از کسی بخوام بهش نزدیک بشم از ترسش نیست، بلکه از عشق ورزی و مهربانی و مهرآفرینی. دقیقاً. و موقعی که ما با اینها برخورد کردیم دیدیم که بابا از هفت رحمت به کفندوز. خب شما بسیاری دوستان منو میشناسن، آقای طالبی فرض کن، آقای فرض کن که کیو کینایی که در ایران هستن، از آقای بازکوبهی، آقای مصطفی کاشانی که به دور زندگی گفت، آقای کزازی، میرجلال الدین، تا اینا میدونستن که من دیگامی که سخنم اومدم گفتم اون سرود آن شرط عرب بخوانم تا شانس بردم جون سالم به در بردم. اون زمان به هیچ روز نه رادیویی بود و نه تلویزیونی بود و نه اینی بود و نه اونی بود و نه تشکیلات بود، و به هر حال سخنان ما پس کم و بیش بین مردم. ولی یک داستانی هست که ما دوست عزیز اینجا خانه ها وارد یه مبحث میشه، اون فرهنگ ایرانه، اون فرهنگ ایرانه، و اون کسانی که به ایران خدمت میکنن نه دستشونو آقای فلانی میگیره نه پشتشون فلانه، و ایران مونده تنها با چیچی و فرزندان پاک و نیالوده. ببین این داستان نیالودگی بسیار سخته. اگر کسی بخواد که صداش به ایران برسه و انسانی و مرد ایران پرست و زن ایران پرست باشه، اینقدر سخته که کسی که بخواد توی استحسنا کنه و خیست نشه، یعنی آلودگی ببین تا کجاها رفته. به هر بهایی که من میردم فلان تلویزیون به من خب برنامه می دادن، یک هفته دو هفته بعد که مردم جمع می شدن ما می بینیم که یک دفعه برنامه عوض شد. متوجه شدیم که میگن آقا اگه آقای میرآفرین می خواهی که این تلویزیون نباشه این وقت باید به ما بدیم. یک دفعه ما می رفتیم، من لباس بختیاری پوشیده بودم سال 2006 اومدم رفتم اونجا تلویزیون پارس، آقای شجری گفت آقای میرآفرین تو این لباس رو نگفت چی؟ گفت که آقای نمیدونم کیو کیو چی اینا میگن که عجیش موبایل خودتون یه باز لباسی که من توضیح دادم این از چند هزار سال پیش اون کنگره های این کنگره های تفتیتم چیزی چیزی گفت نه این همین که ما داریم به شما میگم. عجب، ما در امریکا، امریکایی که فرض کن یارو واکینگ میاد اون یارو چینی مراسم خودش داره با ویزاش عربه با اون گونه تو، ما توی اینجا در تلویزیونی که به نام پارس هست و منم بختیاری هستم این لباس رو بازیدم خیلی راحت. من این گامی که اومدم اینجا متوجه شدم که چقدر من میتونستم تو اونجا سکوت کنم یا بیشتر به میهن خدمت. تا اومدم که این مردمی افتادم اینجا که تا اومدم بفهمم کجا هستم بسیار بسیار گزند دم. و به هر حال این سرنوشت بسیار اندوهباری برای بسیاری از میهن پرستان راستین که
میشه یادی بکنم از یک ابرمردی که من ندیدمش اما همیشه استاد منه و همیشه برای من بزرگ، سعیدی سیرجانی. سعیدی سیرجانی هنگامی که اومد اینجا پدرش رو در آوردن، دوستی به من گفت که من میرم ایران زیر شکنجه نمیرم، ولی این نامردا حاضر نیستم که به خاطر با اینا بدونم که فرض کن که از طریق من کاسه‌کشی بکنن. و این داستان به این گونه بود، سعید سیرجانی هیچ کس نمیشناختش در زمان شاه، شاملو رو میشناخت، بیا برو اینو اونو همین بهبهانی و هم طرف سنی دانشور رو نمیدونم گل سرخ، اما اینو نمیشناخت. اما من یکی باورمند بودم اگر شعر خداییشو مردم ایران گوش میدادن شاید به این مصیبت گرفتار نمیشد. تنها یک دونه از سرودهای این مرد بزرگ، ولی میدونی که کسی نمیشناسدش. در کالیفرنیا هم کتاباش یک کسی چاپ میکرد که اصلا نمیدونست که اسم یه شعری داره به نام شنیدی توی شیخ دانا چه من. ولی به هر حال خب دیگه همیشه میدونی که ارتجا وارث انقلاب میشه و همیشه قاتل تو سرش میزنه برای مقتول. بسیار ممنون. شما راجع به کتاب صحبت کردین، خودتون چندین کتاب دارید، عکساتون هست و اینها، از که این شوق و ذوق نویسندگی و این شعر و اینها توی خانوادتون بوده یا کلن شما خودت فقط؟ شاید به اون گونه بوده. پدر بزرگ من یکی از مردان خب به هر حال از دلاورا و از کلانترهای پیشین بوده، یک گویا دیرانکی یا یک کتابی براش سرودن و برخی ها میگن که خب خودشون سروده و من دلایل گوناگونی هست که چگونه شاعر شدم. توی کتاب هم نوشتم پسرمونی داشتیم به نام کوروش درویشی در همون علیگرد 15 سال و نیمش بود، ما با هم بازی بود. اینو در همون اوائل انقلاب اسلامی میگیرن، این بچه رو میبرن، پدرش زندان بودن. بسیاری از بختیاری ها شما حتما در کودتای نوژه میدونید که داستان های کود حالا، و اینو میبرن شونجا و بچه رو بعد سه روز اعدام بشن، بچه ای که 16 سالش نشده بود. بعدش هم تو علی گودر این واقعا این نوجوان بیگناه رو نذاشتن خارجش کنن و گفتم باید برید اینجا این لعنت آباد یه جایی و خلاصه بچه اصلا خیلی دردناکه و خیلی واقعا اصطناکه و خاطر خوبی نیست. من یاد میاد اینو بودن در باغ عموی ما در همون قلعه خلیجه، اونجا روی برف زمستان بدن سفید پسر بچه نوجوانی با گلوله های جنسی از یک طرف شروع از طرف دیگه دهنه باز کرده بود، یک منظره بسیار بسیار تکان دهنده بود. یکی باور کن یکی از انگیزه هایی که من دست به قلم بردم شاید همین بوده. و سرودی دارم، هر زمان ایران به بدبختی فتاد سر به روی زانوی شاعر نهاد، هر زمانی بی کس و تنها بماند بحر غمخواری شاعر خبران، شکوه های بی صدا باشه سر مادر ما این غریب سان در، بی این فردوسی چه روزی زاده شد، آن اوان این کشور ما چون بود، اهرمن حلقوم ایران تا گرفت ناز آن فردوسی آن دم پا گرفت. شعر آیین است ایران پرست، شعر ما این است ایران پرست. حالا در آخرش حتی این شعر من بسیار جوان بودم گفتم وارث درد وطن، حالا من وارث نفت رو نمیدم، رادیو تلویزیون و آب و خاک و فروختن، نه وارث درد وطن حالا منم، من فلان با عشق ایران میزنم، کار صد لشکر از این خامه کنم، کارزار خود بدین چامه کنم، کار آرش میکنم من بیگمان، این قلم باشد همون تیرزن. به هر حال دوست گرامی، دیگر اون گرز و سپر رستم و اون درک های و اون کلاخود و برگستوان امروز یک قلمی شده که در دست من و شما هست. بسیار عالی. با همین قلم میدونی که چه خیانت ها و چه حکم های احکام سنگسار و اعدام و به هر حال مطالبی داده میشه و با این قلم هم چه خدمت ها میشه که به هر حال یک داستان دیگر رو نوشت، نسخه مریضی رو نوشت، میشه که سرود میخونی رو نوشت و میشه یک نامه عاشقانه نوشت. بسیار ممنونم. من امروز از شما کلمه ما همیشه آلوده رو استفاده میکنیم ولی نیالوده رو شما گفتید، اینا کلمه قشنگیه چون مثل هوده و بیهوده
آلوده و نیالوده. من حقیقتش دید خوب یا نظر خوبی راجع به شعرا ندارم. من حتی فردوسی رو هم زیر سوال میبرم، با وجودی که شیرازی هستم. حافظ و سعدی رو هم میگم گفته هاشون بعضی وقتا ضد و نقیضه. حالا امیدوارم با بیشتر صحبت کردن با شما این نظر ما عوض بشه. بازم از اینکه وقتتون رو به ما دادید ممنونم. سعی میکنیم که در آینده از طریق اسکایپ یه فرصتی پیدا کنیم شما بیشتر بتونید با دوستانتون صحبت کنید. اتفاقا دوستان رو... بله، ما توی تلویزیون مردم ما هیچ محدودیتی نداریم. یعنی شما توی تلویزیون مردم اگه بیای اینجا بشینی راجع به خود منم بگی، ما تنها چیزی که میگیم سوربی هم حق داره بعدش بشینه صحبت کنه. یعنی ما در گفتگو رو باز کردیم، خط قرمز برای هیچ کس نکشیدیم. باور کنید دوستان طرفدار پادشاهی، من همه رو با اسم میگم، آقای هوشنگ رادخو اینجا برنامه‌ای داشت، هفته 80 دلار میداد. بعد اون آقای مال چیز تندره تند چیه آمد گفت که ستلایت ما قطع شده و ما میخوایم هفته 15 ساعت از شما برنامه بگیریم، حدود هفته 1500 و اینا میشد. گفتم خب خیلی خوشحال میشم، تشریف بیارید. آقای جمشید یه چیزی تو کالیفرنیا هم هست. ببینید من همه رو با اسم میگم چون منم مثل شما نه از کسی میترسم نه از خدا میترسم. بعد این آقا میدونید چی گفت؟ گفت به شرطی که آقای هوشنگ رادخو انجمن پادشاهی رو بندازی بیرون. گفتم آقا آشغال رو میندازن بیرون که خونه بو نگیره، ایمشون مگه آشغاله؟ بعدم شما که پادشاهی هستی، اینم که پادشاهیه دیگه، پادشاهی هم چشم دیدن همدیگه رو ندارن. آقای جمشید شادمهر یا شادمهر یه همچیزی سازمان تنده رو داره. یعنی ما اینجوری هم نیستیم که مثلا اونی که شما میگی توی تلویزیون که میرفتید هفته بعد یکی میومد میگو من اینقدر پول میدم که برنامه اونو قطع کن، ما این امتحان رو هم پس دادیم. داستان اینجوری بوده. من رو از شما الان فکر میکنم تا چند وقت پیش یکی از دوستان ما که گفته بود آقا ما 5000 دلار میدم برنامه بدیم به فلانی، گفته بودن ایشون جز لیست سیاه و واقعا راستن. شما کتاب کوروش من اگر بخونید تو اینجا هم سانسور شد. شما فرمودید چند تا کتاب این کتاب من تقریبا از 16 سالگی شروع کردم به نوشتن و اون چیزی که من میدونم خوشبختانه در دانشگاه جمهوری اسلامی من یاد نداده و همه شما میدونید من 12 سالم بوده انقلاب شد و در دانشگاه جمهوری اسلامی همه چیز اسلامی بوده، اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، تاریخ اسلامی، جغرافی اسلامی، فلسفه اسلامی، منطق اسلامی، حتی ادبیاتم اومدن که من به خال لبت این دوست حضرت امامو گذاشته بودن اونجا. بعدش هم به هر حال دیدن بابا خیلی زایه که به بعدش به سعدی میرسن اونو برش داشتن. یعنی این من نمیدونم چه افتخاری داره که در همون مملکتی که شما میتونید 10 تا 15 تا دکترا رو با نصف قیمت اینجا بخری یا حتی بری بگیری، کاری نداره که. شما ببین یه کتابی من نوشتم 20 سال رو این کار کردم به اندازه 3 تا 4 تا دکترا. نه اینو باور کن تمام وقتمو گذاشتم رو این پژوهش بسیار گسترده. با این آقای لوئیس صحبت کردم، نمیدونم میشناسین شنا مولوی شناس خیلی بزرگی در شیکاگو؟ نه نمیشناسم متاسفانه. این کتاب فارسی هم نوشته بعد مولوی شناس بعدشون دکترای مولوی شناسی داره از شیکاگو. اصلا همین صحبت من باشون گفت فارسیشون بسیار خوبه. بعد گفت منو خیلی دگرگون کردی شما در این مورد. گفتم ببین مولوی نامی در 700-800 سال پیش زندگی میکرده، اینا الان شده به یک نوندونی بزرگ برای ترکا، یعنی قونیه یه چیزی تقریبا با نفت کرکور داره برابری میکنه. بله مراسم میذارن و میان و میان و بله. یعنی زادگاه این آقا در جاییه که یک خرابه مخروبه در بلخه، اما مزارش رو دارن میلیون ها دلار، شاید میلیون دلار در سال از طرف دیگه. بله. شما ببین چه برنامه های بزمی دارن توی از خود این کالیفرنیا. من یادم رفته در یک برنامه بولونه شناس 400-500 نفر میومدن نفر 30 دلار میدادن. من یک شب رفتم اونجا، اگر منم دوست دارم نامشو ببرم. بعد
هیچ از مولوی چی ساخته بودن؟ یک آدم زاهد عابد احمق گوش میدین؟ و زیادم بعضی میخواستن انتقاد کنن یه آدم همجنس برن به گونه ای که اینها اصلا بوی از مولوی و بلخی داستان ها نزد و اینا بدبختی شده. شما فکر نکن که همین مطالبی که شما میگید که ادب پارسی فرسون با این اون و این، آقا برای که هر کسی ما مطلق گرایی درمون هست. وقتی میگیم حافظ یعنی حافظی که روح ملکوتی، حافظ ببخشید نه دستشویی رفته نه عکسه میکرده نه بو میداده خود میان خدا میسازیم بعد خودمونم میترسیم ازش، یا قول میسازیم خودمون. واقعیتیه شما ببین روی مطالبی که بخوای حساب کنی همین. من سالها رو حافظ و باور کن باش زندگی کردم. حافظ هم به مانند من و شما سردش میشده گرمش میشده، یه جا با چکش میداد رو انگوشش چهار تا پوشم میداده یه جا بوده که واقعا بیزار بوده، یه جا بوده بازار بوده، یه جا بوده عشق میبرزیده، یه جا بوده که دوری میگذیده، یه جا بوده به منتها اون سبک سمبولیسم به وجود بود که بتونه در لفافه سخنشون بزنه. اما من تنها یه موضوع براتون بگم، مطلق گرایی اگر در حافظ ببرید دو تا حافظ وجود داره. یه حافظ هست که میگه چون قسمت ازلی بی حضور ما تزن گرندکی نده وزقه وزاز خورده مک، یعنی آقا هر بلای سرت بردن سرت از تو آخر زندگی بالا نیا، اعتراض نکن، همینه، میخوایی تو خواهی نمیخوای نخواه، تو از اول بدبخت آخری در روی چه از اول خوشبخت. خب این حافظ داشته باش، حافظ دیگه میگه چی؟ چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم جواد، من آمان چیز زبونی کشم از چرخ رو تلاش کشم. شو ببین دقیق وقتی که میری اون سیر فراز و نشیب جامعه اونجا و اون ایجوها و انجویها و شاهشجاها و اون شرایط ستمگینی که بر حافظ بوده و اون برنامه هایی که بوده، دقیقا اینها را ما میتونیم پیدا کنیم در سعدی همینطور، در فردوسی همینطور، در کوروش هم همینطور. بله بسیار ممنونم. در کوروش هم همینطور. ما فقط نمیدیم در ادیان ابراهیمی بگیم که آقا برای دین و معصومن و برای سر. بله ممنونم از شما. اتفاقا در این مورد که میگی که گفته های اینها بعض وقتا زد و نقیزه، چون اونها هم مثل خود ما آدم بودن، انسان بودن، یه روز حال خوبی داشتن، یه روز بازار بودن، یه روز بیزار بودن. من یه شعری رو آقای مهدی ذوالفقاری فرستاده بود که نصفش مال حافظ نصفش مال شیراز و خوندم. حالا این ویدیویی که ما با هم مصاحبه میکنیم تا یکی دو ساعت دیگه میره رو آرشیو، شما میتونید ببینید اگه خواستید در این موردم نظر بدید که ایشون گفته بود که زندگیم الان بین دو تا شعر گیر کرده. سعدی میگه برخیز مخور غم جهان گذران، تا پا میشم حافظ میگه بنشین و دمی به شادی به شادمانی گذران. بله بعد ایشون نشته فعلا من نیمخیز موندم تا تکلیفم تو بیت بعدی روشن بشه. امیدوارم شما که میایین با ابیاتتون تکلیف دیگران رو هم روشن کنید. بازم ممنونم. موضوعت نکن خوشی یا برخیز. حالا من یک سرودی داشتم بعد در مزدر یک برخیز اگر هست نمیشه گفتم هموطن برخیز ها کنیم، دین فروشان زمان را یک رسوا کنیم، سرد لاک شوم تقلید و تقلیه برکشیم، یک نگاهی دوروبر بر مردم دنیا کن. اون یک کسی نمیشه بود که برخیز بجنگی. ببین برخیز و مخور غم جهان دیگران، در واقع از هم روا رفته نباش، مأیوس نباش. اینجا تنچی هم معنی میده انسجام، یک پاکشگی پاکشیدگی. گوش میده دوست گرامی؟ بله بله. بنشین بنشین نشان آرامش هست، نشان باز آسودگی، تشویش زداییست، استراب زداییست. و به هر حال ادب پارسی بسیار بسیار گسترده هست و هر کسی گونه داره اینو تفسیر میکنه. بعد من چیزی که خیلی جالبه برام اینه که میبینم یه کسایی مثلا فرض کن اینا میان شاهنامه تفسیر میکنن، خیلی عجیبه برام، خیلی جالبه. اینو اینقدر جالبه من برای این کار من اینه به مانند اینه که شما کارتون بلا تخصص تو من نمیدونم یا در یا در نه من رشته اصلیم برق بوده ولی الان بیشتر کارهای ویدیو و رادیو تلویزیون و اینا هست. ببین الان کسی بیاد اونجا که اصلا نتونه فرض یه بگیس راحت بتون با اون کار کنه بیاد اونجا مثلا با توی بهترین خردگردان هالیوود بشه برای که ملت اینو آگاه هست. من همیشه اینو گفتم شاعر بزرگ شنوندگی بزرگ و
شنوندی بزرگی که سخنور بزرگ تربیت میکنه. بعد از دار دست تخم ترکی قجر یا گجر ببین وضعیت سرود ما به چه قهرهایی کشیده شد. برای اینی که مردم رو پایین نگه داشتن. و شما ببین این تلویزیون ها هرچی که شنونده ناآگاه تر باشه اینا بهتر میتونه اونا رو بدوشن. یعنی همونطور که من به شما گفتم با پوزشن پیردن خط نمی کنم آبورت میکشه، طرف میاد اونجا یه از این مصدق و شاه دیگه با بسته حالا یه بافی شاه نمیکنه اصلا، نه به شاه نه به نامه نه به ایران هم باور داره به هیچ. اما الان نون تو شاهنامه، نون تو اونه، یه دفعه میبینیم که طرف مثلا یه دفعه شاهنامه رو میاد نفر 40 دلار تو مولویه. من ممنونم ازت معیار عزیز، اولین بار بود که با هم صحبت کردیم، ممنونم که اولین بار تو برنامه آمدی، امیدوارم آخرین بار نباشه، بازم حالا یا حضوری یا از طریق اسکایپ هم دیگر رو ببینیم. من بسیار خوب امیدوارم که باشه. همینطور که میدونید ما و شما همه اینجا تلاش میکنیم و کار میکنیم و همه همین گونه، هر زمانی که من بتونم 100% در خدمت خواهم بود، با ما در پیوند باشی. ولی فعلا برنامه‌ای که من داشته باشم که به شما قول بدم، چون قول لور قوله خودتون میدونید، بله باید یه مقداری به حال بیاندیشیم بینیم باید چه کار کنیم. من همونجوری که نشد اینم کامل بیام خدمتون، نزدیک 23-24 کتاب از من چاپ شد. حالا اون داستان دانشگاه هم موند، اما ما دانشگاهی که داشتیم میساختیم بر مبنای گندشاپور و گندشاپور بود، یک دانشگاه ایرانی منش ایرانی فرهنگ ایرانی باشه. تو به هر حال اونم همونطور که شما میدونید که داستان چه به چه صورت شد، و امیدوارم که بتونم که دیگر آثار من که از آن ملت هستن چاپ کنم و در اختیارشون بذارم. نزدیک به 77 یا 78 کتاب نوشتم که امیدوارم اینها امانتی است که مال مردم و میهنه، یک روزی بتونم اینا رو برگردونم. حالا دیگر که به قول فرمایش شما هر کس هر انتقادی داره، یه کسی میخواد کتابای منو بارها بریزه توی تشناب و سیخونو بکشه میلشه، کسی میخواد اون کارو بکنه دیگه، ما مسئول اون نیستیم که مردم چی بیاندیشن، ما اونو به رأی و خرد مردم واگذار. ممنونم، آخر هفته خوبی برات آرزو میکنم به امید روزهای بهتر. مرسی، امید روزهای بهتر. ممنونم از شما. خب دوستان عزیز، با آقای سلطانی بودیم، مهریار مهرآفرین، روی فیسبوک نشونتون دادم خیلی ساده، اسمشون اونجا هست، کتاباشون توی عکس ها هست، نوشته هاشون هست، از طریق فیسبوک باشون تماس مستقیم داشته باشید. ضمناً شماره تلفنشون رو هم من قبلا پرسیده بودم، ولی چون شماره تلفن موبیلشون هست ترجیح میدم که روی صفحه نذاریم تا روزی که خودشون اگر خواستن بگن و بگن که ما اون رو بذاریم روی به اصطلاح صفحه. و این فیلم ویدیوی امروز تا یک ساعت و نیم دیگه روی یوتیوب هست، روی آرشیو ما هست، میتونید ببینید. ضمناً میدونید که برنامه‌های من تا برنامه بعدی هر روز از تلویزیون پخش میشه. برنامه بعدی ما دوشنبه است، این برنامه امشب باز پخش میشه، فردا پخش میشه، یه شنبه پخش میشه، دوشنبه هم پخش میشه. و دوستان شما هم اجازه بدید اینو نشون بدم اینجا، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اجازه بدید که من این رو عوض کنم که عکس و اسم آقای مهرآفرین یا سلطانی بود و اینجا با این بله دست تنها هستیم متاسفانه. میگم هرچی هم ما به دوستان میگیم که بابا بیاین کمک کنید، حتی بچه هایی که مدرسه میرن دانشگاه میرن میتونن بیان کمک کنن، کردیت بهشون بدیم، بنویسیم که اینها آمدن اینقدر ساعت کار کردن در این رشته و اینها به اصطلاح توی مدرسه بهشون کردیت میدن و اینجا رسمه. ولی متاسفانه ما ایرانی ها یه مقداری هنوز از قافله عقب هستیم. دوستان ببینید این افرادی هستن، این شاعرهایی هستن که اون زمانی که بنده با دانش کمم میگفتم که اینها کارهایی که میکنن به اصطلاح نتیجه نمیده، شاعر خب از احساساتش صحبت میکنه. یه سری افراد تو کالیفرنیا
از احساسات پاک اینا سوء استفاده کردن، اینا رو آوردن برای کتاب فروشی. اون جوونی که حالا که دیگه جوون نیست نقاشی میکرد، هی میارن نقاشی میکرد، آقای سکویی یه سری میفروخ، آقای نمیدونم اون یه سری میفروخ، آقای اون یه سری میفروخ، همچین که دیگه دیدن فروختن تابلوهاشون سلو شده، به قول همین دوستمون میگن نه آقا یه نفر گفته اینقدر میدم که برنامه اینو قطع کنید یا شما اینقدر بده. در صورت گفتنی ها زیاده، این دوستان رو باید پیدا کرد، باهاشون صحبت کنیم. خیلی از اینا وقتی که ما باهاشون تماس میگیریم چون میدونن که من مخالف هستم میترسن. من به شهامت و شجاعت این آقا احترام میذارم، ممنونم که با وجودی که بهش گفتم آقا من یکی از مخالفین شما هستم، یکی از اونایی که از من ترسید و فرار کرد، یه آقای دکتری هست به نام بهرام، بذارید اصلا من نشونش بدم، بهرام آبار، اینم عکسشو تمام چیزا هم هست، موجود هست، که ایشون دعوت ما را قبول کرد. بعد بهش گفتم ضمناً من مخالف شما هستم، آقا شب به در فرار کرد، در رفت. اینها این آقا، آقای بهرام آبار، حتما توی تلویزیون های دیگه دیدینش، الان هم ببینید سازمان ایرانیان سکولار دموکرات، حتما ایشون هم الان پادوک آقای نوری علا هست، یعنی آخوند نوری علا، از این ورم این آخوندک ها باید دورش باشن تا بتونن چیز کنن. این هم از این. خب دوستان عزیز، ساعت 3:42 است. امروز ما ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد رو از ایران ویدیوشون رو داریم و توی این تلویزیون میبینید. شما از با خدا گرفته تا بی خدا گرفته تا یک کم خدا گرفته تا خیلی خدا گرفته میتونن برنامه داشته باشن، از چپ چپ تا راست راست، از بالای بالا تا پایین پایین میتونن برنامه داشته باشن، به شرطی که سوسول نباشن مثل این آقای بهرام آبتین بیاد بگه ای شما چون بابک هروی آمد اینجوری گفت، من مامانم شکایت کرده، درست من اسلحه گرفتم دستم، عکس گرفتم فلان، ولی من همون بچه سوسولی بودم که هستم. این هم از اینها. و اما خیلی ها در کانادا خوشحال شدن که این به اصطلاح پرایم مینیستر یا نخست وزیر یا هر چی که رئیس جمهور جدید سیستمشون آمد و اون تندروها رو کنار زد و اینها به اصطلاح بعد از 20 سال دوباره به قدرت رسیدن. ولی دیدیم که دوشنبه این آقا هم فوری رفت خدمت اون خاخام که نه چی بهش میگن رابای، و اونها باید میدونی اینها این سیاست مدارا مثل گوشتای هستن که از قصابی میخریدید یه مشت مور آبی باید روش بود، معمولا مور آبی هم روی قنبلشون میزدن، این سیاست مدارا هم باید برن و قنبلشون مزین بشه به اون مهر اینها. خیلی هاشون حتما باید این دیوار ندبه، این دیوار ندبه میدونید همون ندبه یعنی اشک زاری، این آقا خانم هیلری کلینتون رو شما ببینید چجوری سرش رو گذاشته به این دیوار، چجوری داره کاغذ میفرسته توی این و کاغذهای دیگه. اوباما هم همین کار کرد. همه اینها تا این کار رو نکنن اصلا رئیس جمهور نمیشن. این هم اینجوری که ما فقط یه تنه و به اصطلاح فقط از این سیستم جدید الانتخاب کانادا ایراد نگرفته باشیم. ببینیم که دیگه چی براتون گذاشتیم اینجا. They are same only in color. بله آها این همینه. ببینید گفتم رفته و تاییدیه گرفته، این همون ترودو. ببینید ترودو reaches out to Jewish group to affirm support for Israel، میگه که ایشون رفت تا به اونا بگه که دولتش اسرائیل رو، و اسرائیل میدونی یکی از ناقضین حقوق بشر، یکی از ناقضین قطعنامه‌های به اصطلاح سازمان ملل، ولی کسی جرأت نمی‌کنه صحبت کنه و روبروش وایسه، چون اگر وایسه به یه طریقی میزنن و به اصطلاح ناک آوتش میکنه. اون روز من گفتم کلاشینکوف که آقای حسین نژاد توی ایمیلش یا نامش که پست کرده بود نوشته بود رجوی کلاش ها را از دست مجاهدین گرفت، که من خونده بودمش اول رجوی کلاش، این کلاش همون کلاشینکوف هست. خیلی خوشحالم مجتبی دوستمون که مدت ها بود خبری ازش نداشتم
باز برنامه ها رو میبینه و برای من نوشته بود که کلاشینکوف نات کلاشینکوف. خب این آهان کلاشینکوف، کلاشینکوف، خب اب نداره دیگه، شما خیلی سخت نگی. حالا امیدوارم که تیر کلاشینکوف دیگه شلیک نشه و به کسی نخوره. این معروفه دیگه، یه چیزی رو شما اینجا یه اسم میگی، اونجا یه چیز دیگه میگن. شما اینجا میگی راوت، روت، میری یه شهر دیگه یه چیز دیگه میگن. لهجه ها فرق میکنه و you say potato I say آلو. این دختره 1,000,000 دلار فروخت این امتیازش رو. ما شیرازی ها به سیب زمینی میگیم آلو و هندی ها هم که پارس هستن اونها هم به سیب زمینی میگن آلو. بعد میدونید سر ماجرای اون نخست وزیر ما آونه، آقای جورج بوش بزرگ، اون آدمی بود که اشتباهی پوتیتو یا سیب زمینی رو هجیش بد نوشته بود. بعد همه گفتن بابا فرقی نمیکنه، حالا پوتیتو پوتاتو فلان یکیه. بعد این دختره آمد برای اینکه بگه برای چیزای کوچیک اختلاف ایجاد نکنید، نوشته بود روی تیشرتش you say potato I say آلو. شما میگید سیب زمینی، من میگم آلو. ناراحت نباشید. یک شرکتی خرید ازش 1,000,000 دلار، ولی این قول داده بود که این 1,000,000 دلار رو میبره چیز کنه. حالا ایشون برای من نوشته که کلاشینکوف نه کلاشینکوف. ممنونم از اینکه با ما هستید. داشتن بیننده های مثل شما افتخار برنامه من هست. و اما ملوین گودمن گفته که ما در لیبی فاجعه آفریدیم. این رو میدونید که یه خانمی هست به نام خانم شایسته الهامی، ایشون توی کانادا توی این نشریه هفته، اجازه بدید براتون نشون بدم، مقاله می‌نویسن. هر وقت مقاله می‌نویسن لطف می‌کنن برای ما هم می‌فرستن، ما هم اگر وقت داشته باشیم توی برنامه‌ها می‌خونیم. شما هم اگر این نوشته‌های این دوستان رو دوست دارید باهاشون تماس بگیرید، ازشون تشکر کنید. نوشته هاشون رو میتونید به صورت آدیو در بیارید که تو تلویزیون بهتر بشه پخش کنیم و برای دیگران بخونیم. 13 آبان 1394 نوشته شده توسط هفته. ملوین گودمن گفته که ما در لیبی فاجعه آفریدیم. مأمورین نگاهی به 11 ساعت بازخواست از هیلری کلینتون. میدونید که خانم هیلری کلینتون رو به خاطر اون ماجرای توی لیبی که کنسولشون یا سفیرشون و 3 نفر دیگه کشته شدن توی بنغازی، که اصل ماجرا که چرا اینا به جای تریپولی توی بنغازی بودن خودش جای سوال هست. 11 ساعت از صبح ساعت 10 تا 9 شب نشست و حرف زد، ولی خب کسی حریف این نمیشه، این انقدر مار خورده تا افعی شده. خانم شایسته الهامی این صحبت‌های این آقای ملوین گودمن رو ترجمه کردن. مأمور سابق سیا و معترض به سیاست‌های نظامیگری. روز پنجشنبه 22 اکتبر خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه در دولت اول باراک اوباما و نامزد رئیس جمهوری برای انتخابات سال 2016 برای دادن شهادت در مقابل کمیته انتخابی کنگره و سنا حضور پیدا کرد. در حقیقت من خب حریف، یعنی چی میگن، نمیتونم خودم را هم ردیف با خانم شایسته الهامی از لحاظ زبان انگلیسی، از لحاظ زبان فرانسه، از لحاظ زبان فارسی بدونم. ولی دوست عزیز، خانم هیلری کلینتون رو به عنوان شاهد اونجا نیاوردن. این رو میشه یه نوعی استیزا یا توضیح خواستن و سوال کردن، چون شاهد کسی که اونجا باشه، شاهد باشه بیارن، ولی استیزا مسئولین وقتی یه چیزی رو درست انجام نمیدن مورد استیزا نمایندگان مردم قرار میگیرن در کمیته‌های مختلف مجلس. من فکر میکنم این رو حالا یا استیزا یا بازخواست بگیم بهتره به عنوان تا بگیم شهادت. البته من فکر میکنم در زمان وزارت او در 11 سپتامبر 2012 یعنی حدود 1 سال بعد از کشته شدن قذافی به یک پایگاه آمریکایی در لیبی حمله و سفیر آمریکا آقای کریستوفر استیونز
همراه با 3 آمریکایی دیگر کشته شدند. شهادت دادن خانم کلینتون بنابر گزارش کانال CBS 11 ساعت طول کشید. بنابر نظر این کمیته از این دادرسی نتیجه جدیدی حاصل نشد. چندین کمیته دیگر هم در چند سال گذشته تشکیل شده بود و جمهوری خواهان در تمام این تحقیقها اعتقاد داشتند که خانم کلینتون حمله به سفارت را از قبل نادیده گرفته و نتوانسته بحران را به طور صحیحی اداره کند. این مقاله را اگه خواستید یا از نشریه هفته یا از ایمیل من میتونید بگیرید بخونید. ولی یادتون باشه خانم هیلری کلینتون اخطارها و علائم حمله به این پایگاه یا به این سفارتخونه رو نادیده گرفت. آقای بیل کلینتون نامه ها و اخطارهای حمله به اون دوتا برج بلند یا برجای دوقلو یا ورلد ترید سنتر رو نادیده گرفت. چرا اینها نادیده میگیرن؟ این مسئله هست که اینها نمیان صحبت کنن. حتی تو خیلی از شوها بعد از این میگفتن که این خانمه حتما توی اون نوشابش یه چیزی ریخته بود میخورد که اینجوری میخندید و این همه فشار اصلا این عین خیالش نبود، مثل اینکه یه کمی های بود. این هم از این ماجرا. در اصل دوستان عزیز ساعت 3:51 است، اجازه بدید چون جمعه هست از شما تشکر کنم که جمعتون رو با من گذروندید، با برنامه سربی با مردم گذروندید. از اون دوست شیرازیمون خوشحالم که تماس گرفت. امیدوارم که آمریکایی‌ها میگن I hope there is no hard feeling، دلخوری نباشه. hard feeling دلخوری نباشه، بعد نه hard. و ما بعضی وقتا باید خودمون رو جای طرف بذاریم. روز 200-300 تا ایمیل، پیام، مسیج این برانور خب اشتباه میکنه. و یه چیزی هم رعایت کنیم که اگر یه چیزی رو برای هر کسی میفرسیم یادمون باشه اینی که امروز دوستمان ممکنه فردا دشمنمون بشه. پس چیزایی رو که فکر میکنیم خصوصیه برای حتی دوستامون هم نفرسیم و برای خصوص برای خودمون نگه داریم. بازم از یکایک شما ممنونم. چند دقیقه دیگه برنامه آقای حسن ارشاد از ایران پخش میشه و میدونید که در تلویزیون مردم برنامه ها به این صورته. وقتی که آقای مینوی اینجا برنامه داره تا روزی که برنامه جدیدش نیاد و اجرا نشه برنامه قدیمش هر روز اجرا میشه. ما مثل تلویزیون های دیگه برای اینکه دروغ بگیم به شما و بگیم سرمون شلوغه نمیان فیلم های سینمایی آخوندها رو بگیریم نشون بدیم، ولی بنده خدایی که یا پول میده یا وقتش رو میذاره برنامه اجرا میکنه بگیم شما فقط یه بار میتونی به صورت زنده باشی، یه بار امشب ساعت 8 شب که همه رفتن مهمونی و دستید و سلام. هیچ کدومشون نه یه آرشیو درستی دارن، هیچ کدومشون نه اینا رو برای تکرار میکنن. و ما که این کارا رو میکنیم متاسفانه شماها میگید خب این که داره این کارو انجام میده. خداییش منم وقتی دبیر بودم بچه‌ای که کار خودش انجام میداد اینا ما کمتر بهش توجه میکردیم. معمولا میرفتیم وقت اونو میذاشتیم با اونی که کاراشو بد انجام میداد، به موقع مدرسه نمیمد و به نظر میرسه که رسم زمانه و روزگاره. عجب رسمیه. خب دوستان عزیز بریم چند دقیقه دیگه برنامه آقای حسن ارشاد رو از ایران ببینیم. با خود ایشون میتونید از طریق فیسبوک شماره تلفن میذاش، ایمیل میذاش، از طریق پلتاک، از طریق یوتیوب تماس بگیرید. از اینکه با ما بودید و هستید ممنون و متشکر. و برنامه رو داشتم این میگفتن که به ترتیب اینا اجرا میشه. بعضی از این دوستان تماس میگیرن آقا من 3 روز برنامه‌مو ندیدم. میگم شما ساعت 1 شب پریشب بودی؟ میگه نه. میگم 9 صبح دیروز بودی؟ میگه نه. میگم 5 بعد از ظهر دیروزم بودی؟ میگه نه. میگم خب کی بودی؟ قرار نیست که تلویزیون مردم فقط همش برنامه شما رو پخش کنه. اون میشه تلویزیون شما، اگه بخواید براتون باز میکنم. با ما 450 دلار شما میتونید تلویزیون خودتون رو داشته باشید 24 ساعته. ما بهتون یاد میدیم تو 3 ساعت که چجوری برنامه زنده بذارید، چجوری برنامه بازپخش بذارید. 3 ساعت آموزش ما 450 دلار، والا ساعت 1 دلار هم کمتر. تازه حالا تخفیفتون میدم، اولاشو چون بیننده هنوز ندارید بهتون میدم ما 300 دلار. دیگه اگه مرگم میخوای بلند شید برید عراق. روز و روزگار بر شما دوستان خوب و خوش. آخر هفته خوبی داشته باشید. به امید دیدارتون دوشنبه. مرسی.